به نام خداوند بخشنده و بی‌نهایت مهربان سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و عزیزان هموطنان و در عموم مردم عزیز تاجیکستان امیدوارم که همگی خوب باشین چون هر وقت برنامه صدای مردم رو شروع میکنیم و طول چند ساعت دیگر خدمت شما دوستان و عزیزان خواهیم بود خب دوستان عزیز چون هر وقت در این برنامه میتوانین توسط وایبر واتساپ و ایمو تماس بگیرین فکر و اندیشه و نظرهای خود را نسبت موضوع نسبت آنچه که در این شب و روز در تاجیکستان خصوصا میگذرد چی از جهت اقتصاد چی از لحاظ فرهنگ دین هر مشکلاتی که هست در داخل وطن وابسته به امکانات ما و شما همراه در این برنامه صحبت خواهیم کرد در این شب و روز طول هفته ای که سپری کردیم موضوع های بسیار مهم بود از درد و شکنجه تا رنج و عذاب از قتل و کشتار تا به خیانت های بزرگ با چشمان خود دیدیم و گذشتیم و جواب همه آن مشکلات ها همه آن مصیبت هایی که بود حتما ما و شما این شام در این برنامه صحبت خواهیم کرد با تمام هموطنان مردمی عزیزی تاجیکستان خواهیم اصلیت مشکلات را اصلیتی که سبب رخ دادنش چی است نقطه به نقطه حتما البته که با دستگیری و زنگ های شما به مردم خواهیم رسانید چطوره که ذکر کردیم دوستان عزیز موضوع ها زیاد بود متاسفانه وقتی که ما داریم بسنده نیست که هر یک اون نقطه ها را ذکر کنیم فقط موضوع های مهم درد روز درد داغ همین شب روز واقعا بسیار دردناک است در اون مسئله صحبت خواهیم کرد می خواهم نقطه اول در دوستان عزیز در باره یکی از مشکلات های اصلی شب روز قضیه مهاجرت و چگونه در هفته گذشته در فدراسیای روسیه یک مشکلات بسیار دردناک درد این ملت بود غمی مردم بود یک مصیبت بود رخ داد این هم باشد تحقیر با هموطنای ما و شما در این شب روز که سپری کردیم رسانه ها را دور زدیم خواندیم نگاه کردیم چی با نوار چی با نویشتجات پهلوها گوناگون بود نویشتجات ها فکر و اندیشه ها یکی مخالف یکی کاری خوب بود یکی یک اقدام دیگه نویسته کردن البته و حق هم دارن اما ما میخوام که در این برنامه اصل مشکلات برای شما برسانیم که بیاین ما کم ترک دورتر فکر کنیم که به اینجا نرسیده تصور کنید در خب مسکو شهر مسکو هموطنای ما خب شاید که می مینوشند با بعضی از خبرها بعضی از اخبارات ها و البته که چیزی دقیق هم با دست ما و شما نیست عین حال اما همو رسانه ها و همو تلویزور ها خب گفتن که شرمندای جمهوری تاجیکستان کمی معینی شده بودن در یک از باغ های فراغتی شاید کدام پارک بود کدام استراحتگاه بود اشتیکن ها معلوم و با یکی از زنی روس زنی روس زبان شهروند روسیه که حامله هم بود است در بطنش فرزند هم داشته است یکم سخنی قبیح شاید میگن یکم حرف میزنن با عباره تاجیکی بگیم گپش میپرتین که گویا یک ورزشگر یک چمپیون با عباره دیگر از احوال از رفت عملهای تاجیکستانیان شهروندان تاجیکستان ناراحت میشوه همراه با کشمکش میافتند و در اینجا از طرف شهروندان جمهوری تاجیکستان گویا اون ورزشگر به هلاکت میرسد یعنی که سوی قصدش میکنن یعنی که میکشنش دیگه واریانت ها و ورسیه ها گوناگون است اما هیچ چیز چه دو گذشت رفت و ما هیچگاه در پای دفاعی اون نیستیم که یک هموطن یک نفر قتل میکنه میکشه و ما را دفاع کنیم نه در پای نیستیم و مشکلات اصلی را باید ما حرف زنیم که چگونه بجان هموطنای ما تحقیر شد البته که این چیزا در تمام دنیا در تمام جامعه هست خصوصا در فدراسیای روسیه در این موضوع پورا و با بسیار فکت و دلیل و اسناد هم از طرفی رهبری گروه 24 دیروز در برنامه آنلاینی صحبت کرده بود که اصلی یعنی که در تمام دنیا مهاجرت هست
و خصوصا در فدراسیون روسیه هم که بزرگترین کشور است در دنیا و مهاجران هم زیاد است از تمام قشر جامعه و خصوصا از تاجیکستان ما هم. قضیه چی شد؟ اومدن هموطنان ما را دستگیر کردند. بعد از چند لحظه عکس های بسیار بسیار دردناک، بسیار علم آور، بسیار با آبروی و عزت او ملتی که میگم ما تاجیکم زیبنده نبود، یعنی که اوریان کردن همو بروک ها، همو چیزی که داشتن پایان کردن، لاتوکوب کردن، شاید هر کاری که نکردن بالاخره در رسانه ها چیکار کردن، برآوردن و نشان دادن. تمام دنیا از این چه حرف زد، از حال این ملت، از حال این مردم، از چگونه ما و شما در یک شرایط پست، چگونه در جامعه جهانی، چگونه در کشورهای خارج در زیر تحقیر قرار داشتنی ما، تلویزیونهای دولتی حرف زدن. ما و شما را همچون یک ملت قتیل، همچون یک ملت بفرهنگ، آدمکش ذکر کردن. دیدین؟ متاسفانه این هم باشد برمیخره با خودی ساخت اداره کنی و یا که ساخت دولتداری خودی رحمانوف. تحقیرها زیاد بود، تحلیلها زیاد بود. یکی سنگ میزدن به کشوری روسیه، یکی میگفتن که عملی نوجوان مردی است، یکی میگفتن ما باید گرد همایی کنیم. خلاص پهلوهای گوناگون بود، یکی با یک لفظ بسیار دغل حرف میزد، یکی بسیار آرام و ساکت با یک قلم خوب نویستن میکرد، بسیار خوب. البته که این خوب است که هموطنای ما در این قضیه ها زیادتر فعال باشند، زیادتر شب و روز در داخل رسانه ها باشند، اصل هدف و اصل قضیه را برسانند، نویسته کنند اهل قلم، نوارهای زیاد باشد، حتی روان در نزد همو یک میدانی بزرگ بشینند و یک اعتراض بکنند، نگاه نکنند که که یک حزب و یک حرکت سیاسی امروز اعتراض میکنند. امروز این قضیه به کدام حزب و حرکت رب نداشت، قضیه رب داشت به تمام مردم تاجیکستان، یعنی که اونجا ذکر میشه شهروندای تاجیکستان، اولا دو کس، بعدا چهار کس، بعدا شش کس، این روز تا هشت کس رسید. واقعا من طاقت دیدن این همو عکس ها رو ندارم. هر قاطعی که میبینم نفرتم نه اینکه به نفرایی که این کار کردن، نفرتم به او راهبرای کشور که دبالای منبر نشستن، ملت ها مردم آوردن به امروز رساندن، نفرتم به او میروه. شاعر یک نقطه را میگه که من از بیگانگان هرگز ننالم، چرا من از بیگانه بنالم؟ که با من هرچی کرد آن آشنا کرد. برای ما هرچی کردن، هر مصیبتی که بالای سر ما امروز میبیا، اصلی هدف سرچشمه از آن همه آشنای ما و شما است، از آن همه هستند که دعوا از اساس گذار و پیشوا و محترم و جناب و قهرمان و مقدس بدن دارن، از او اصلی هدف سر زد. برای مثال ما نوار خدمت شما میگردانم که امروز میگیم افسرای پلیس روسیه یا که یک افسر پلیس یک خارجی اومد و به جان ملت تحقیر کرد و ازار شب پایان کرد، همون بروکه که داشت پایان کرد رسانوی کرد. بیاین این نگاه کنین، قبل از که این کار بشه ما در داخل وطن بچه ها روخ دادیم. پای راستم شریف مرزا شریف پاش خپید، غفار عبدالقادر پای چپم خپید، دو دستم ارباب خپید، یک دستی دیگر می سفر کپید، بالای اشکمم که من گریج من انمی اوحال زیر کردن، من در چرزنی در چرزنی نکنید گریج مکفت، اینا من بالام سوار شدنی به اجازتی من مادر 7 ساله شرم، من شرم داشتم، من حیا زیر کرد، ازار من کشیدن اهمی من همینج پای من اکل چیز بگذار. انا این مادر 70 ساله را از طرف پلیس جمهوری تاجیکستان دستان شده در داخل ازاری مادر گذاشتند. ما باید انا همه روز اعتراض میکردیم، ما باید هزارها حتی میلیونها در خیابان میبرومدیم، طلب استعفای وزیر کارهای داخلی را میکردیم که چی ابلهی هسته. انا می تحقیر
اولین روزها در داخل وطن ما بالای ما و سر ما و شما شده بود. آن همه است که شاعر میگه من از بیگانگان هرگز ننالم. چرا من از بیگانگان بنالم؟ چرا بیگانگان اینجا من مثال بیارم؟ چرا ناراحت شوم از بیگانگان؟ دیگه وطنش است، آماده است هر کاری بکنم. که با من هر چی کار آن آشنا کرد. اگر زمانی که ما میدونیم در داخل وطن قدر داریم، قیمت داریم، ما یک آبرو داریم، رهبری کشوری ما، مسئولای کشوری ما، چی در داخل، چی در خارج کشور، با همون زبانی کانستیتوسیایی که دارن ما و شما را دفاع میکردن، امروز ارزنده بود که ما بیایم در افسر یک پلیس خارجی را بکوبیم، بگیم ای آقای فلانی، پلکونیک از جنرال از لیتنان است، اینجا بیا. دعوت کنیم مسئولین یعنی مو کشورا یک گیزی میرد بکنیم، دفاع از او کنیم، او حالا دمو میتونیزیم. حالی برادر یک شهروند خارجی ها بزن یا بگوش میگه تا اول برا از اون مادره که افسرهای پلیس دستاشون داخل کردن در وطن خطان، از او دفاع کن. این چیزا برای ما میگن. ما امروز مینالیم، امروز درد میکنیم، ما میگم که واقعا دردناک بود، اما برای شخصا من این چیزی یکم بار ندیدم در چشمم. باری اول نیست که من این چیز را دیده باشم و از این بدتر روزی میشه و میشه. جوابی همه این سخنان را عمر علی قوتف شادروان روح شاد باشه 2015 28 اپریل در آخرین صحبتش خطاب کرد به تمام قشر جامعه، به تمام قشر جامعه، از حزبهای قانونی در تاجیکستان سر کرده تا عادی ترین یک جوانی مهاجره که در پسترین شرایط کار میکنه، با کلگی حرف زد. کسی در اینجا دعوا نکنه که من نفهمیدم. روزنامه‌نگار، اهل قلم، عالم، دانشمند، فیلسوف، اکادمیک، مهاجر، دپتات پارلمان، هر کسی که نبود برای همگی از میدان برآمد، کمر شباز گفت من در میدانم، بیاین دفاع از این مردم کنیم، بیاین از این مردم، از حال این مردم دفاع کنیم که روزی میشود که آبروی عزت شما نه فقط در تاجیکستان بلکه در خارج از کشور ره برده میشود. همه از آبروی یک ملت بردن. تلویزیون دولتی نوار میگیره، پیشنهاد میکنه، تمام بدنش لوچ اوریان در دنیا در شبکه ها پیشنهاد میکنن، این همه آبرو، یعنی که ملت مردم تاجیکستان همه قدر آبرو داریم. استاد قربانوا میگوید گویا این عمل را کارمندان میلیسه بعد از نپذیرفتن گناهش کردند. باید کارکنی ارگان آورده سانکسیش نشون تید یا سود منه جیغ زند بده بود که تو به من سانکسی دادم نکرده، من هم تو یک بار برده منه در ترم سیر کرد همین روز به رسوندن ما. مقامات میگویند استاد قربانوا به غصب زمین گناهکار است و چون با پای خود به دادستانی نآمد او را حبس کردند. پول راستیش کم مونده نو فقط هم خویا با اینه جانم من اولی گفتم اولی میگنده بارا نکی سرده چیز کتاب میزنم که برای با او گفت که خب انا این دیوم مظلوم از هزارها، یعنی از هزارها من برای شما دو تا سه تا مثال آوردم که از طرف افسر پلیس داخل هزارین دستشون داخل کردن. در این حالت ما باید قیاس میکردیم، قیام میکردیم، ناراحت میشدیم، عصبی میشدیم، میدان ها میبرومدیم، طلب استعفا میکردیم، طلب میکردیم که سود عدالت باشد اوجا. این حالت هم ما نکردیم، در این حالت هم خاموش بودیم. حالت سیم در اومدیم امید حکایت او میگوید ملیسه های دوشنبه او را شکنجه کردند، حیاتی او را سوزاندند. من را گفتم با شکان خوب کنم، من گفتم چی با شکان خوب کنم که آخر تایپون زدن قارتون دارن با دهان زدم و میخیم زدم کفکم اتنام بودن در تای سرموندن دستو ما سینیاقیب کردن اهل دین دستوی ما را سکوچ کرد امی اهل دینی شو بیدی امی فرق بود دستو ما سکوچ کرد پو ما سکوچ کرد بعد اهل دین اونجا سالفیت کرد گریف قطعی امی فرهاد گو سالفیت کرد بگی دا چلی کش پیچون گفت
ای سرفید که من نمیدونم برای چی ما ای درگ ندارم اصلا بود از اون خی سودگیم سرم در زمین هم خی میگم چی کمی کده بوشنی اون مانا در چی کم سرفید که را پچوندن مکری سرفید که باید فهمیدم که یه سیم ندستم پچونده استیم حس کردم این سوید زدن هم اصلا خیلی زده استیم در بلون و دن ببرون دیگه زده استیم و غص کردستم و غص کردستم با کی گفتم آب. انا این نفری سیوم دیدین با کدام راه ما شما را ای بچه از در داخل وطن ما شما را ایزلم میکنن در داخل وطن در حالی که سر قانون کشور میگه که همه حقوق زندگی کردن را دارد کسی نمیتواند یک شهروند از زندگی محروم بکند ای در داخل وطن بودی قضیه ای مشکلات ها ما در این حالت خاموش بودیم در این حالت ما شما خاموش بودیم اومدیم بعدا انا که خاموشی ما و شما ما را گیجا آورد خاموشی ما و شما انا می اکسا در روی اکران بمون ما بخشش می پرسیم اگر که نراحت شوین از اکسی اگر که خوهرها باشن مدرها باشن باید گفته شوه باید درد این ملت دیگر گفته شوه همی بود که ما را گفتند گب نزه بچم نشانت بچم ای را نکن ای کار را نکن با این روز اومدیم باید پوسکنده آشکار به پرده باید گفته شوه ببینین حال مردم ها با یک بار نظر کنین بعد از این بعد از چند روز محمد سعید عبیدالله‌یف رئیس مجلس ملی مجلس نمایندگان گویا که اعتراض کرده است گویا که اعتراض کرده است که همه کسایی که ای کار کرد باید که در نزد قانون جواب دهد نه اگر حکومتی واقعا غمخور میشد شرم می داشت ناموس می داشت عزت می داشت آبرو می داشت حکومتی مردمی میشد در خدی انا همان روز تشکیل میکرد یک گروه مخصوص از دیپلمات ها را یک گروه بسیار بقوت یک گروه بسیار سنگین یا گروهی که واقعا علم دارن دانش دارن دفاع از این ملت کرده میتونن روان میکرد همون شب روز روسیه روان میکرد سفارت تاجیکستان وزارت مهنت و شغل اهالی وزارت کارهای خارجی یا باید میرفتن در انا همون روز سوال میکردن که سبب از این تحقیر ملت مردم چیست و مسئولای کشور کشور روسیه کو بیاین در میز بگیش بشینین کو نشان بده سبب چی معنی داره این ما کو شریک استراتژی دوام میکنیم رحمانوف هنگامی سفر کردنش با آغوش میگیره رئیس جمهور روسیه را سلام میکنه آغوش میکنه دست به دست میکنه میگه ما دوست هستیم ما برادر هستیم ما شریک استراتژی هستیم ما همکاری ها داریم پس چی معنی داره این حال کو بیا جواب تن دپتات های قوی دیپلمات های قوی در این حالت می رفتن باید زیر این موضوع بحث می کردن گذشت و رفت از تاریخ هفتم یک هفته یک نیم هفته می شود یکم خبری عنیق و دقیق نید کسی از حال او خبر دانست که او را زدن چرا یک دستش شکست دستش بسته بود یک روش شکسته بود چرا نظر کنین خوب نظر کنین با عکسو تحقیر است به جون یک مردم تحقیر سنگ زدن به آبرو کردن ما و شما ما این گناه را در یکان کشور خارج نمیبینم به خاطر چی ما در بالا اون اورا را گذاشتم که گناه را نبرین از دوری نجوین از ترس دیگه یعنی که اصلی هدف شما نمیگم ما میدونم که هزارها جوان ها میترسن اصلی مشکلات ها نمیگه با او خاطر میگم که از ترس دیده گناه را نبرین بالای یک افسر پلیس خارج نزنین اصلی گناه در سیاست داری ساخت دولت داری ما است در سیاست ما سیاست مدارهای حرفه‌ای ما و شما است اصلی هدف و نتونستن ما و شما را دفاع کرده واقعاً حکومتی سالم حکومتی که مردمی است اولین کاری که میکنه مردمش آبرو و عزت میدهد اولین کار
اگر خواهی که در جامعه جهان آبرو پیدا کنی، ملت آبرو بته. اگر خواهی که در عرصه بین المللی از نام تاجیک سخن بروه، ملت آبرو بته، ملت عزت بته، ملت دست شا بگیر، مردم دست شا بگیر، در میدان ببرور. او وقت آبرو حیثیت است. بلندترین بیرق آبروی ملت نیست، مطمئن باش. با مهمان های خارج آمدن، گل پاشی کردن و هزارها هزارها مکر و نیران کردن، او آبروی مردم نشان میتید. انمو عکسی که دیدین، 27 ساله راهبری شما را در 4 تا جوان از بین بردن. 27 ساله راهبری که بدین، این عکس از بین برد. حکومت تاجیکستان در برابر این چیکار کرد؟ ما فکر میکردم که بعد از این قضیه دیپلمات های مخصوص و وکیلان دفاع، وزارت کارهای خارجی، خودی از پارلمان کشور، یک نوتای مخصوص، یک گروه مخصوص حرفه‌ای روان میکنن فدراسیون روسیه. اما برعکس، از دیپلمات های کوچکی استفاده بردن. در همون شب روز که قضیه در منطقه بلند شد، رخ داد، سر و صداش بلند شد، از دیپلمات های کوچکی دوران یک گروهی مخصوص که در همه جا استفاده شون میبرن، مثل همون چیز استفاده برنده است، در هر کجا استفاده میبرن، اوروها را تیار کردن، آماده کردن. در فدراسیون روسیه سر و صدا بلند شد، سر و صدا بسیار بلند شد، مردم ناراضی بود. واقعا رسانه های تاجیکستان خیلی گرم شد، بسیار اظهار ناراضی ها زیاد بود. زود گروه مخصوص آماده کردند در نزد دفتر اروپا و سازمان ملل متحد، یک گردی همایی کردند، میتینگ، اعتراض با یک فرهنگ بسیار پوچ و بی‌معنی، با یک طور بسیار سنگین، دردناک هم بود. این هم مصیبت بود. در هر دو حالت ما تحقیر شنیدیم، در هر دو حالت، چی در فدراسیون روسی را ما را به این حالت آوردن و آبرو و لباس و همه چی را کشیدن، و چی در داخل تاجیکستان ما را یک ملتی که انتلیجنت نیستن، یک ملتی که عقل و اراده ندارن، ببگی رفتن دروازه ها را به شطه زدن. دفتر سازمان ملل متحد که وظیفه او دفاع کردن از حقوق انسان است، دیگر او برنامه خودشو ندارن. او برعکس گفتن که آقای رحمانوف بزرگ مهر یاروفا رها بکن تا که برای قرض مردم هم بته، اگر واقعا قرض دار باشه. اگر نفرایی که دعوا از قرض میکنن که ای بچه بزرگ مهر یاروف قرض دار از ما هست، من معلومات ندارم، قرض دوست هرچی که نداشت، دیگر او قضیه خودشون است. اما اگر که دعوا میکنن و سازمان ملل آمده است که رها بکنه تا برای قضایی را بر بگردونه، در دیگه حالت طبق قانون و اسناد و اگر فکت بگیریم، حکم جبر دیده را دولت حفظ میکنه، سود باید جبر دیده را حفظ بکنه. این معنی نداره رفته در پشت یک سازمان و یک سفارت لتوکوب کردن، این معنی نداره. یا باید بروان نزدی سود بروان، نزدی شاخه های حاکمیت بروان طلب بکنن که خب شما سود و پراکراری که بزرگ مهر یاروفا بردین به مهلت 28 سال زندان کردین، پس بر بگردونی مبلغ های مورا میمونده رها میشد، قرض مورا میداد، وقتی که زندانش کردین پس بیاین بر بگردونید. خب دوستان عزیز، در مسئله گردی همایی، در مسئله که میتینگ کردن، ما دیرتر داخل میشیم و میخوام که یک چند زنگ تلفنی قبول کنم از هموطنا در مسئله آن همین مصیبتی که در فدراسیون روسیه بالای سر ما و شما رخ داد و تا امروز واقعا ما و شما جواب نگرفتیم. فقط سفارتخانه تاجیکستان یک قلمی به عمل شا گرفته است، چیزی نویسه کرده است که خب این کار رو حتما میبینیم. و خدی محمد سعید عبدلویف رئیس مجلس ملی و مجلس نمایندگان جمهوری تاجیکستان، او هم چیکار کرده است؟ یک اعتراض کرده است، به همین خلاص شد و رفت، به همین خلاص شد و رفت، دیگر چیزی ندیدیم. رفته است این مدت ها، کی گناهگار است، چند نفر گناهگار است، تا حال ما و شما را چیکار نکردن، ذکر نکردن. قبل از اینکه زنگ تلفنی را قبول کنیم دوستای عزیز، من میخوام
یک جواب این همه درد و غمی که هستای، جواب این همه مشکلات هایی که هستای در یک نقطه خورد خدمت شما بگردانم. جواب این همه درد و غم و رنج و عذاب، مشکلات، شکنجه، پس زدن مردم در یک حالت بسیار ناگوار قرار گرفتن ما و شما را، من بالا گفته بودم عمر علی خوارف 4 سال پیش خدا رحمتش کنه گفته بود، برای مثال و برای اونایی که باور نمیکنین نوارا میگذاریم، بعد صحبت و زنگ های تلفنی را قبول میکنیم، ما را پیوست کنیم. من مبارزه بردم برای خود، برای که این آدم بزید تو دشمنی کرد، بزید تو رم، بزید ملتی من رفت، بزید فرهنگی من رفت، بزید وطنی من رفت. من با همین خاطر حرکت میکنم که ای مردم بخیزین، بخیزین گفته. این روز من جان خود تسلیم میکنم که خداوند تو مرا بنده بگی. من گناهگار هستم، واقعیت گناهگارم. تو پروردگار رحمان رحیم هستی. با طرف تو هر یک انسان دست بلا میکنه. خدایا جانی مرا با حرمت و با عزت بگی، مرا بنده بگی گفته. همی از مبارزه، همی از که دموان هزار سال ها آدم ها پیدا میشن برای حق گفت میزنن، برای حق خچان میگن، برای ملت و فرهنگ و دینش میگن. همی از که خداوند اونا چی رحم میکنه نظر میکنه. دوستای عزیز، من هر باری که میشنه اون گفتونم، من بازم میگم که من در یک دین شما برای محرام از مست ملک یک جی شما بگیرم برای خوردنی کدوم. و اگر که وقت و ساعتش آمد، وقتی که همه ملکی ما تمام شد، دانی ما تمام شد، ما به قدیره نبرم کار میکنم، نمیدونم هر کاری که دست نبیاد که زندگی من پیش برم. نو برای شما ما میگم این روز روزی مبارزه است، این روز وقتی هست که شما باید که قوت با قوت بیزدگی، این روز مبارزه با زیدی شما است. این رژیم شما را نابود میکنه، همه تا ما تنها به تنهایی. شما به وطن بمونید، شما به فرهنگ بمونید، شما نه سلطان در به در می شود. دین در دین در سرزمین تاجیکستان ما برهم می خورد. این روز هست امکانیت که ما و شما حرکت کنیم که وطن ما آزاد کنیم. دوستای عزیز، ما از شما خواهش دارم، به خاطر ما نخیزیم. ما یک شخص خاکی هستم که در این دنیا هستم یا که نیستم، هر ساعت بتونم جانم را تسلیم کنم. شما بکیزیم برای دینتون، بکیزیم برای فرهنگتون، برای ناموستون بکیزیم. زیرا پگه شما وقتی که نمیخیزیم، وقتی که من نمیشم در این دنیا، وقتی که شما را در زندان محکم میکنن، وقتی شما را تای شتا میکشن، با کنداخت افتماس ما تو کوب میکنن، وقتی مالتو من میگرن، وقتی شما میفهمید که شما بناموس بناموس میشوین، در اون وقت هزار بار پشایمان میشوین که وقتی ساعت بود که من میتونیستم با امو عمر علی قطی قوت با قوت بیستم و باریزه برم که وطن ما آزاد کنم. برای دوستای عزیز، افسوس، صد هزار افسوس، افسوس میکرم نکم دیر میشود. زیرا که این پدر احمد رحم نداره، این ایمان نداره. در وقت خودش پیغمبر خدا محمد رسول اکرم صلی الله علیه گفت که خدای ما را نگه داره که کسی که مثلا در قدی رب بفهمه که دجال میده باید از پیشش بگریزه. زیرا که دجال گفه نمیفهمه، آیت قرآن نمیفهمه، سخن شیرین نمیفهمه. هر کسی که به او رو پروشید دین شاید دستش میتا. مالی همین نمود آدم از دایی که شما همه تون های دستون میتین، ناموس تون های دستون میتین، دین تون های دستون میتین، فرهنگ تون، زمین تون های دستون میتین. بعد میفهمین که ما چی میگم در شما. ما از شما خوبتر میدونم امام علی چی های قطی اولادش قطی دومادش. از این واری دجالی پدانلت در جهان نبود. این آدم آدمگری ندارم. ما از موبین شما نه، ما در موبین اینا بودم. من میدونم که اینا عزت و حرمت ندارم در دین. اینا فقط عقل فکرشون در دیگه کارا هستن، در کارای حرام هستن. مرحمت دوستای عزیز، شما شنیده بودین که در مسئله پامیر در چقدر مردم اکوش بخاطی چی کش دیقدر آدم هست. در ماه شهید رمضان چیزی که شما شاهد بودین که بچه خواهش رفتن رسیدن در موبین، هیچ کس آواز کشده نتونید، هیچ کس حمایه کرده نتونید تو کودکم، هیچ کس نتونید او دختر از سرش بلند کنه که همیشه تغییر نشیده. ایروز دوستای عزیز، ما از شما چی خواهش میکنید؟ شما دیدین ده قانونی که بدین دین اسلام بود، شما خودتون دیدین که مالی مرا وقتی گرفتم اسناد را همش عوض کردم، به قانون، به سود، به یگان آدم، به شاهی مالی یک آدم را کشتن گرفتم. این خودش غیر قانونی گپ است. همین همون زم گیره میکنن، همین همون کبیری را بازار شده دن گرفتم، گرد اطرافاش را معیم کردن گرفتم.
سکای ما و شما کموز بیستیم سکای ما و شما که باید نکیم نموز خودمونه مالی خودمونه دینی خودمونه فرهنگی خودمونه تاریخ خودمونه زمینی خودمونه دوستای عزیز من مندارم از شما توکل به خدا این روی مبارزه است هیچ گپی نیست چی قدره که شما زیاد دعوت میکنین همین قدر قوتای ما و شما زیاد میشه چی قدره که شما زیاد حرکت میکنین در احترام هم تو هم اطراف نمیکنین در یک جای دیگه نمیخیرم یا در روی حق میپرسین خداوند در شما اجر میتن دوستای عزیز من شما مندارم تشکری میکشم برای این قدر روزایی که قسمت صحبت میکنین این قدر قسمت سوال جواب میکنین رحمتی کلام در شما میگم یک کمی دیگه موندگی است برای مبارزه وزبینی برای ما و شما یک کمی دیگه موندگی است بیاین یک دست بزنیم بیاین با اتفاق باشیم بیاین حرکت کنیم که وطن ما آزاد کنیم زیرا امام علی برای وطن ما و شما دیگه هیچ نکرده نمیتونه به قصد از غارت کردن انشاءالله آخرین دعوت حاجی عمر حتی در آخرین لحظه ها هم باز دعوت کرده بود که ای مردم من یارا خوبتر میدونم یا برای آبرو برای عزت شما نیستن نکیم بوش نکردیم امروز مینالیم امروز اکنون گریه میکنیم اکنون امروز سرامونه میزنیم که یا لیدر باشه اینا شاید زنده بود نامدن دگیدش جمع نشدین دیر کردین متاسفانه از دست دادین شخصیتی بزرگ بود واقعا در راه مبارزه واقعا یک انسان شریف و نجیب بود از دست دادین خدا رحمتش کنه اما راهش مکتبش هدفش برنامهش زنده است و این چراغ می سوزه میرود تا به رسیدن به هدف ای بود دوستان عزیز یک ثبت از شدروان و یک درد مردم زنگوی تلفنی را قبول میکنیم بعد صحبت ادامه میدیم خب زنگ اول میشنویم توسطی واتساپ الو الو سلام علیکم و علیکم سلام بفرمو برادر اکا جون ما میخوام که همین چیزا زبان مردم بگم از خودم در غربی هستم در شهر روسیه می چی با کی وقتی که جوانان میخونن دانشگاه را ختم میکنن نمیلیش نما خودم دانشگاه را ختم کردم با دیپلم سرخ گرفتم سوادم ان شاء الله سوزه خدمت یک سال رفتم خدمت حربی را کردم اومدم وقتی که ما خواستم که برم با من اختصاص خودم کار کنم ما را 20000 دلار گفتن دیما یک خودم صغیره دهقون هستم که مقصد با قرض قواله ما خوندم بود کردم این بار رفتم یک سال خدمت حربی کردم اومدم گفتم با اختصاص هم خوندگی کار کنم ما را گفتن که 20000 دلار میتی وظیفه را میگیری او وقتی که این خیلی که باشه با ما ایکی جو ما وقتی که پول میداشتیم مثال میگیریم که ما سوم میداشتم میدادم کار میدرامدم با ما مجبور میشدم که سغیره کمبغل پستوید کنم یا کار کنم یا پولی وایا گیرم پکریوات کنم خودم بله. دیده که جو تغری میگیره یعنی که سبب همین شد که امروز مهاجر شدین شما را مبلغ و بسیار مبلغ بزرگ برای یک جای کار بالاخره اومد و مهاجر درست؟ بله خود این من مجبور شدیم که اومدم همین جا کار کنم سوما جمع کنم برام حرامی را بوتو کار بودرم مقصد با ما یک کسی دیگر با پستاوی نکنم یا اگه چی میکنم پولی وایا میکنم که پولی خوما برورم یا همی خیلی تغریه دارم خیلی جامعه دارم متاسفانه امروز بهترین ها اومدگی هستن بله مهاجر و دربدر و انا همی است که ملت امروز با تحقیر روبرو می شود انا همی است که بهترین ها فرار میکنن یک ایده از بدترین ها در داخل کار و فعالیت میکنن بالای سر ما و شما راهبری میکنن و در خارج بالای سر ما و شما تحقیر رو میبینن حکومت پروا نداره بخاطر اینکه ناموس نیست در بین ما برادر نه خیلی نه سبب داد چی بوشه ما اینه خونونده ما را پدر مدر ما بایا امید کلون کرد خود چون نخوندن در وقت چی نخوند سالهای جنگ و ایسوس بود که نتونستن خونونده ما را قرض گرفت ایبان قرض گرفت خونوند شون ما که مقصد صحیب یه معلومه چه ما می کاری دهوتا نکنیم مقصد بخونیم بود کنیم مقصد صحیب یه معلومه چه ویانده من پیش براوه سالی سال جوانو کتن چی با جوانو را دستگیری نمیکنون اگنی
دستگیریشون همه خیلی بو میره 20,000 دلار میگن بخاطر میگن مقصد به خاطر که هموطن او برای ما و شما واقعا نیستن، یعنی که واقعا همچون یک راهبر کشور انتخاب ما و شما انتخاب نکردیم اولش که او بیا خدمت ما و شما را بکنن. ایباره خودکامه بدن، دیکتاتور بدن اهمی است که بهترین ها نباید در جامعه راه بیابند. برادر نباید بهترین ها در اوجه راه بیابند، بهترین ها باید مهاجر باشند، چون بهترین ها حتما جامعه را تغییر میتین، بهترین ها حتما روزی میشوند راهبر میشوند، چیکار میکنن ایو را از بین میبرن، همی است که نمیگذارن. انا حمید بر یک از برنامه های بچه رئیس باشی مقصد آینده کار کردن میتونی، مقصد چی با دهخونا نمیتونه کار کرده، ای آینده رنگ یمی هندستان شده، هندستان هم خیلی اگر چی کرده باشید امی بویش بوی میرا کمبغلش کمبغل میرا و چی بخونه چی نخونه. یا طبیعی است، یعنی که بعد از همه قدر مشکلی ها در چه فکر آمدی، چی فکر داری، یعنی که چی باید کرد؟ نه مقصد یا دستگیری کنن یا ایسوسو کنن، نتونه مقصد نتونه بگیره جوش علیش کنن یا کسی دیگر هم اونن که مقصد یا بگیره دولت ها پیش برای فرق نیست یا که باید خودش تو یا عمر براوا ای او داشت نمی برویا میگه این اما نکه مقصد گپشن نمیگیرن یا بگیرن هوای را علیش کنن مقامات حکومت چیز را بگیرن ویا علیش کنن یا وقتی که سخنش که نگذاره یا بگیرن با یار مارکا کنن یا جای کار خولی یا تامین کنن چی میکنن، مقصد کدومی که دانشگاه را ختم میکنن با کار فیش نیادش کنن. پس زمانی که معلومو دارن کو بله، زمانی که حرفای ما و شما را نمیگیرن، میگیم برین یک نفری دیگر بیا، برین یک نفری با سواد بیا سری قدرت و جوانای بهترین وظیفه به تو کار کن جامعه را آباد کن، زمان گپ ما و شما نرسید نه که یعنی سرسخت هستن، چی باید کرد؟ یکم فکر دارد، یکم خلاصه داری؟ مثلاً چخیل؟ یعنی که وقتی که چنان سرسخت میشوند، یعنی که همو شعار و همو عباره دیکتاتوری برای خودشون میگیرند، دیگه اجازت نمیتین دیگر را هر چی که میگی، چی یک سازمان است، چی یک شهروند تاجیکستان است، هر کسی که هر چی میگه گپش به او نمیگذره. پس چی باید کرد؟ آخرین نقطه چی است؟ خیلی من نمیدونم، خیلی نمیتونم بگیره خولی کنه جوش آخری نه اون نمیتونم، صحیح است که میگه من نمیتونم، نیکی نمیره چی کار باید بکنیم؟ خب نمیدونم بگیری ویبر دالی شش میکنی ویبر قبول نداره، انتخابات های آزاد نیست در تاجیکستان. چی با آزاد نیست؟ تو که خیلی میشه آخری؟ من میگم برادر چی باید کنیم؟ من میگم برای شما همچون جوانای با سواد، همچون جوانای آینده مردم ملت کمره میبندیم برادر و در میدان مبارزه داخل میشیم. آقا من هر وقت که صدای مردم من هر روز شنبه پخش مستقیم تماشا میکنم، مرا همین قش علم میکنم، ما با زندان و پندون هر یتا یورا ما چی کردم گوش کردم، نکی ما با واش کار ندارم، نکی مرا همین قش سخت میرسه علم میکنم، ما 5 سال خوندم بود کد معلومات اولی کلاس دیپلم گرفتم، با خواهش خودم رفتم خدمت او اختیار رفتم خدمت و این بلد ما گرفتم اومدم مقامات ها در میگن این هم خصوم علامت نمیکنه، علامت میکنه بابی نایجا میو دیپلوم هم میگیری در بلش فنر میمونی و این بلیت هم میگیری بلش فنر در میمونی میو در اینجا خونه روس دانش اگه گرده کج میکنی ای ملیسه میگریزی ای ایش میگریزی برا بله. های پولی پاتنت اومد های ایش اومد های اوش اومد ناشا هم خیلی خینش در که بله. نمیدونی چکو کنی بله. خب برادر عزیز زنگوی تلفنی زیاد است، آخر سخن چی گفتین داری؟ آخری سخن مقصد بگیرم و جای کار خوب تامین کنن ادمایی که معلومات عالی دارن، تمام سلام ادمایی که خدمت نکنن میارن حداقل ودا تامین کنن به سوم و به هیچی، تمام سلام. در این همجا میبینید مقصد چیا هر یاد جواب جای کار تامین کردستین هر یاد شونا در مقاله نویسته روی کردستین که مقصد نخلی نخلی جای کار بیوم اگر نه کدوم شین انتخاب میکنی کار کو. زنده باشی، سلامت باشین، خدا نگهبانتون. مالش خوب یعنی جوانا را صاحب کار بکنین که ملت تاخیر نشود، یعنی جوانا را دستگیری بکنین، دیپلمی سر داره او رو رستم اوسو بگذاری نداره دیپلم اوسو بگذاریش جوانا را صاحب عنوان وظیفه بکنی تا که مردم آبرو و عزت بگیره در جامعه جهانی. خب زنگ دیگه تلفن میشنیم. های نام و فامیل احمون ملیساوی که امون دو نفر کشتند نام و فامیل اشون امویا.
خب نام و فامیلشون فهمیدم. اما که یا بارم این درمون ایمو بینین که من برای شما نویساندم، من نم اولی دریاد ندارم که برای من خدمو نویستند، من نمیدانم نام و فامیلشون کیای. یا بار در امون ایمو بینین که در نام من نویستگیه که اندم اونو بینین، التماس چه بار بینین کیای اونو شو اسمت الله شمس و نوروز بیکف یک دیگر کیای حافظ آفیز های امونو یک دختر کشتند، دختر که با نام خیرونیسا بود و با امون بچه که نامش علیشیر بود، امون دو نفر کشتند. امون پیش پراکرور رفتیم، پراکرور برای ما میدونی چی گفت؟ خیلی ای روز دو روز دو روز پنج روز ای پنج روز شش روز گفتو هم خیلی پرتوفتم ما رو انا. بعد آخران موسفید رفت پیشش، میدونین چی گفت؟ گفته که اونو را ای روش خلا پریوود کردن که ما دیگه یکان کار کردن نمیتونیم، نکه خیلی نیست های اونو آدم های نویه را شلا و آدم های را شلا و منتو های را شلا و ملیسا های را شلا و میدونینم خیلی را. یا یکان گپوی وزمین تر بزنم؟ نه یک کمی شما یک دفعه تراکرور روش خلا برای اما مویسفید ما گفتن پیش ما برین که ما اویا را ایجا پرمون متاسفانه صدای هموطن خیلی نمیمونیم. پریزیدنت اما موندگی های که همجا باید اما اودمو را همجا موندگی های که باید آوی سیاک بگیرد ای جای ما او را گشتا ببرد ای اوجا در کار نیستن مودم خیلی اودمو باید آدم ها را مانند که آنها کار کنند. یکان آدم هم خیلی نیست که کار کنند نیست، فقط برای کیسه خود شونند. پراکرور روش خلا برادر عزیز صدای مرا میشنوین؟ میشنوام. خب سلامت باشی. برای معلومات من این معلومات از شما گرفته بودم، من صحبت میکنم به هموطنا میرسم. تشکر ایجاد برای زنگ تلفنی زیرا صداتون کنده کنده میبیو. بعد این مسئله صحبت میکنم. خدا نگهبان تو. صحبت کنین و من باید باشتم. خب زنده باشین. خب دوستای عزیز هموطن از منطقه روشخلا بودست، یک عکس برای ما فرستاده بود، یک برادرش بودست، جسدی بیجانش نخیان جسدی بیجانش راستی اینجا گذاشتن بسیار خیلی بسیار ناراحت کننده هم است و چون کودک ها شاید ما را میبینن خوب نیست. با منح بسته و تنی اوریان قضیه راستی تا کدام درجه اصلیه داره و ما صحبت کردیم با خیانی برادر صمیمی گپ زد، گفت برادر بله هیچ چیز شد یک پسر قطعی یک دختر یعنی کردشون دوست بودن شاید و یک روز ناپدید میشوند از طرف پلیس غیب میزنه، از طرف پلیس پیدا میشوه که پسر بدار آویخته شده است. یعنی کی دار آویخته است؟ این برادر میگه که با معلومات هایی که به دست ما رسید از طرف حمید تا افسر پلیس به نامش برادر دبالو گرفت. یعنی تا کدام در از حقیقت داشتن شد ما خواستم که اسناد و دلیل روان که عکس روان کرد، نامی که دبالو ذکر همه را روان کرد، گفت همه اصلی قضیه اصلی حادثه و این خودش برادر این برامت
صحبت کرد و برای شما اصلیت ها گفت. ببینین که باز هم در داخلی وطن، باز هم در داخلی وطن دنبالی خارج نگردین، حالا مشکل در داخل زیاد است. خب زنگ دیگر تلفنی را میشنیم توسطی وایبر. سلام علیکم. و علیکم سلام، خوش آمدین با برنامه صدای مردم. سروال سلام علیکم برای تمام همی مردمی که در پخش مستقیم شما حضور دارند و برای مردم غریب میرسانم. راستی گفت چند این مدت طولانی شده است که همی قفای برنامه شما و گفت همون گپا نگاه دارم، سلیدی دارم همی برنامه شما را نه دیم سال شده است خریب. راستی گفت یکان ریزولتات اکاد من ندیدم که همی برنامه شما برسون. همی چند قایی که پدپیشک دارین ممکن دازی همی پلاوینی پدپیشکای شما نباشند، در 200, 300 که 400, 500, 400 نفر میبینه همی پخش مستقیم شما را و فکر عقیده خچم خیلی بیان میکنن که همی با گفت همون گپوف پستوی میدونیم همی دیورا گپ زدن همو خطی همی برنامه شما یک های خیختون اکای نه شما همچون بلوگر همچون بلوگر نیستم پلیتیک نه همچون هم پلیتیک با پلیتیچسکی و بیشی دارین این شما میتونین این دیگر برنامه هایی که این همی دیگر برنامه که برزید این همی خوین هایی که امروز در وطن ما وجود دارن همی دیگر برنامه تشکیل دهنه باید توسط هم خیلی برنامه دقت ژورنالیستون را جواب کنین که در عرفای بین المللی یعنی زشیت پراف نسلینی زشیت پراف گراجدن درگیخ стран اینم خیلی برسونن و ایکور شما یکان ریزولتات شوا نکنی می هر روز می جمعه برنامه میکنین و ایفیر میکنین می دروین ایش همه گره خیلی وشوشه نکنی فویده کنه دوره بار میکنین این شما با فکر ای با فکر ما اینه که این شما چی میگین باید نمی با می کاری خطون ما بابچه یکون بر ندیدم که نمی فکرهای شما رو سما نمیگون که یکون خطایی ها یکون نیتای نکی گپای شما رو سنه که یکون کس نه بغیر زمی دیسات توجیگ دیگه یکون کس ای را نمیشنوا هم خیلی میمونه بو گروه 24 دیگر که هر روز همو آی تلویزیون برامد میکنن همو را همو گپای همو تلویزیونی که تو در شبکای توجیگی سنه همو را کپیر باد کده گفته استن گپای شما را یکون جو در نمیرسونن نمیگن که نمی این هم خنده نفر در مسکا هم خیلی کدن او خیلی هم خیلی کدن یکون معمود ندیده استن چوتا یکی از ریزولتات یعنی که خلاصه کاری خدا براتون میگم کاری حرکت سیاسی گروه 24 به خود خضاوت کنید. سازمان ملل متحد بزرگترین سازمان در دنیا است، امروز قلمش گرفتگی است. حکومت رحمان فهمیده که حرکت سیاسی گروه 24 بگیر رسما در داخل تاجیکستان اجازه بده کار بکنه، محبوسایی که دارن زندانیای سیاسی که دارن آزاد بکن. آیا همین از زبان کی رفت رسید برای او برادر؟ ممکن امو رحمانوف که او ممکن من نمیدونم همین گپا گفته نگفته که امو از گروه 24 سازمان ملل در سایت رسمیش داخل بشه برادر با روسی با انگلیسی با زبان های دنیا از سایت رسمیش ببین رحمانوف ده پیشنهاد کرده است که یا کیمیای در تاریخ یکمی ماه بعدی ایول در ژنو به هر یک تک تک سوالای سازمان ملل جواب میتی یا کی محبوسا رو آزاد میکنی. یعنی که این کی بود رسول بگوشو در سوال شما ما جواب میتیم اکم همی مجلسی که همون در ژنو گفتین همون مجلس اوجه برگزار نو پسلاوام نیکترخ اوجه جواب همون را دادن همون درش در بدخشانی که سال 2012 همون جنگ شید یکم تیمه همون را پدنیمت کدن که برای چی همون خیلی کدین گراشدن بسیاری های همی مردم پس ردد کدن همی بسیار مردم ها که درش در اشتراکچی همون کنفلیک نبودن همون کشتا شیدن همون را کی رسوند؟ همون پیغام را کی رسوند؟ اینترنت هایی که همی هر روز اینترنت نرخش بلند میکنن پس میکنن ای سوشال نت میکشن اوشا هوی میکنن درش همی سوالا را تو همی سوالا را درش جواب شونا دادن این سوال یکم گوش کنه جواب یکم نمو گروه هایی که در بدخشان در سال 2012 برآمد کردن نسبت به امو گروه هایی که حکومتی گویو برزید امو نو برزید امو свободные граждане они не никими они не были террористами они были свободными гражданами как мы и другие люди они просто выступали за себя защищали самого себя и своих детей
И вот просто ему давлат хочешь карти ему, чехле ки гарму кулобу дигау дигау давлатураму чехбгу маму тарафдороне ки бисёри хал хамура гуш мекнан, аму одамура айбайн баран неки кори аму нашит. Даже хаму одамое ки халк ура защищат карт, хату хамура ай грухи дохиш бровардан. И саола уо жооб додан да аму Женева, аму одамое ки, аму одамое ки аму защищат чон кардан да Бадахшон, аму گویو که امو از طرفی گروه های دویش و تروریستی و هم خیلی آدموان این سوال اپرافداد کردن اینترنت برای چی محکم کردن بیاک سوال میتون برو داری عزیز اینترنت برومدن محکم کردن رسمان با بعد از چند یک ماه با قرار رحمانوف اینترنت باز کردن آیا همین زحمت های کی بود مخالفی نبود؟ نه زحمت های مخالفین اینجا پلیتیکایی 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 سکورا اون از ویبری в Таджикистане پس چیگونه результат میخواهی برادر اون даже запретил хиджаб, запретил мечети, все закрыл там но и барой خدشکی همو политический система خچه همی вайка دسته, گزارون دسته این اوزی سکورا ویبر میشه همه را کشود, همه را اوزود کرد گویو که این دقاتی مردم ها چکور کرد جال کرد اکه گویو که گلاسوات کنن زاوی политика е хар яки аму президентов, депутатов, чиновников, ами хелей. Чхе бугум. И на ми агар и на хози Руслан Кубан, веки я за ми журналисту Россия, ки и на против любой давлато, против любой хуйни милят гамезан, даже против Путина, против Рамзан Кадыров. Хаста е Зек Булат, и нам хали блогеров, и нам хали политикой, ки аму оран да Германия буджу доран, аму ам неки уво бар, но мои уво совсем дигарай. Уво, ам хали гамезан, дар хами осио имена, дар хами осио имена, ниго кон, یگام حرکت مثل حرکت سیاسی گروه 24 به این درجه فعال نیست پروس ما مردم خودکش بیگانه پرستیم ما ببینیم حواس میکنیم یک بلوگر روس بلوگر چچن بلوگر داغستان اما یک جوان توجی کمر بستگی در میدان میگه که چرا مورا میکنیم یگام گروه یاد خبر دار یک دقیقه یگام گروه خارج گروه اپوزیسیونر تا این درجه که حرکت سیاسی 24 با مردم دوست داره قطع مردم است یگام از پلیتیکی چی داخلی چی خارجی چی کلام حرکتایی که میبینید نیست دشمن پرور نیستم نه ما مردم همه برادر ما حواس میکنیم با یک نه برادر ما حواس میکنیم با یک بلوگر خارجی ما حواس میکنیم اما یک مهاجری عادی کمر بسگه در میدان نگا رحمانوف تو دیکتاتوری حتی بعضی ها قابلیت دیکتاتور گفتن نداشتن یک مهاجر می برود میگفت دیکتاتوری چرا ما او را دستگیری نکنیم چرا ما بریم دنبال یک بلاگر روس شما ما همچین یک استودنت همچین یک غریبی که در مملکت بیگانه وجود داره ما با گپ شما 100 درجه روزیم که ما همی چیزی که در روزگار دیدستم ما همو را با شما خدم دیدستم نه بلکه نه همو فاکتوری که ما شما میبینیم همو پرزیدنت ما اچو مچخ میکنن که خلق استرادا دوره نو на самом деле на дидестам ки президент ما на манаме دونم چی با هم خیلی پلیتیچکی رژیم دارن خب برادر عزیز حساب کنیم وقتی که داره با آخر میرسه چون وطن ها زیاد هستن من فقط یه نقطه را ذکر میکنم که پیوست شدن خیلی آمده در همین برنامه صحبت کردن پس مطمئن باش که این جواب رزولتت کاری ما هست من بسیار خوشحال هستم که امروز هزارها هم وطن ها تماس میگیرن من اکا بسیار خوشحال هستم که نیکی هم خیلی برنامه داره نیکی اکا همین برنامه را باز بین المللی کردن حتما ما داریم برنامه ها داریم دیگر و دیگر و دیگر رسکی همین از کنفلیکتی ما از کنفلیکتی که در وطن ما وجود دارد با خبر شوند یگون برزیدی همین یگون چی بردارن برای که خلق ما در تکو استپنی خیلی میترسن که یکان کس گفت نمیزن در داخل دولت ای نمی غریبی اومدم خیلی گفتستن و خیلی برامد کردیز نه که در داخل دولت یکان کس هم خیلی دوخ نداره که گفت زنه نه که همی گفتش من نگفتم که شما ندرست خیلی نه که همی برنامه شما را باز خوبتر و جالبتر و همی بین المللی کردن در کرا که از اووازی مردم در دیگه جای ها یعنی با خبر باشنه یورده میخچونه یا که یکون فکر کنن زنده باشید سلامت باشید برای پیشنیات حتما لایسته میکنیم مالی اکر احمد کام بلوش مام سلامت باشید خدا نگه بانتون خب یه نقطه را میخوام ذکر کنم دوستای عزیز برنامه صدای مردم این کلی حرکت سیاسی گروه 24 است یکی از برنامه هایی است که درد مردم میگیره و در جامعه پیشنهاد میکنه همین قچیز از هدف از این برنامه این برنامه فقط شاید ما یک حرکت سیاسی را در این برنامه نبینیم
یکی از برنامه ها است و مقصد از این برنامه هم غم مردم را گرفتن دوباره به جامعه پیشنهاد کردن است، زیرا نیست یکم فضای دیگر که درد مردم را بشنوه، وگرنه ما را چی حالو در اینجا نشستن و ساعت ها گپ زدن چی؟ ما کاری دیگه نداریم. اما دیدیم که فضا دنیای مجازی شبکه ها تلویزیون رادیو همه چی دروغ میگه، تشکیل کردیم چونین برنامه که با نام صدای مردم درد مردم شنیده شود. سلامت باشی برای پیشنهاد فکر و اندیشه و زنگ دیگر رو میشنویم. توسط ایمو. الو سلام علیکم. الو سلام علیکم. و علیکم سلام، خوش اومدین به برنامه صدای مردم. بفرمایید شما در پاک زنده قرار دارین. رحمت کام ما میام به خلق تاجستان یک گفتنیام که همین سال دیگه که 2020 چی میشه میگه وی همین بر پرزیدنت. اما بیا گفتنی هم که همین سال دیگه هم یه خلق بخیزن. ما هم چون مستش دم در روسیه بیزار شده گیم. همین یا هم سال دیگه اخیرون چی گون بشموره بله. اخیران امکانیت گفتنی هستی؟ اخیران امکانیت؟ اخیران امکانیت هم یا اخیران هم سال دیگه اخیران امکانیت خیستن در کره خواهد. خب دیگه توکل به خدا. در غربی همین در غربی ما زایبه بزرگ شدیم بشویم. خب یک سوال میتیم در مسئله چند روزه که در رسانه های روسیه و تاجیکستان همه دنیا تقریبا پهن شد، جوان های تاجیک با یک حالتی بسیار فضای پس نشان دادن، چی فکر داری در این باره؟ اصلی هدف، اصلی مشکل ها در کجا است؟ یعنی که اصل مشکلات در کی میبری؟ گناه را بالای کی شما قبول میکنید؟ یعنی دیر است به ما امام تپا گیا گون رام خلق خچای و افشه چی نمینا نگاه نمینا کرو چی یعنی امام تپا گا گون کردن در که یگان چی دیگه نیست. بله خب خلاص، یعنی که اصلی هدف، اصلی سرزدن چون این مشکلات ها این هم باشد در سیاست های خطاست، درست؟ ها درست درست، هم گفت حق درست. خب بگیرین پیغامی هموطنان را که هم سال دیگه بخیزین. من هم قبل چی دارم یا دیگه آخران هم امکانیت هم یا هم سال دیگه. سلامت باشین. مالا کرحمه سلامت باشین. زنده باشین، تشکر زیاد. خب بگیرین پیغامی هموطنان را که اصلی مشکلات در داخل است، بیرون نگاه نکنین، چشم را و دندان را باز نکنین بیرون که خزیه در داخل باید حل شود. زنگ دیگر تلفنی را میشنیم توسطی واتساب. الو الو سلام علیکم. و علیکم بر سلام، خوش اومدین. شده مردو در تینوین زنده باشین، خدا را شکر. امیدوارم شما خوب باشین. داخل موضوع میشین. رحمان اکم ایا خواهیش داشتو میخوام که امی همه انسان هایی که میخوان امی تغییرات چوا با اهل و ایلا با فرزندوشون با موموشون با بوشون دعوت کنن، مقصد همه کساش میخل نمیشوا که یک جوان مرد رو بگراین. اینجا جوی ننگ نموس های باید تمام ملت برپا بخیزه. مقصد ای تمام یامی شهروندو خواهیش دارم که یک جویا شوان، یک تن شوان و میانی کمر بندن دعوت ای اویلوی خود سر کنن. بله بسیار پیشنهادی خوب. ایمی تمامی آزی کسونه که مرش نویدیسیم با دیگر رو هم برسونیم. التیموس زن فرزن همی کرغیزا، ما کرغیزا چیکم داریم؟ اما زنوشون خیز گناه خیز همه خیز، نه روسیه پشتیش ها گرفت تو نیست، نه دیگر دیو مقصد. اما پدانالا گرخ رفت مقصد. ما چیکم هم ای هیچ کم نیستیم. ای برادار های ملیسو ها امنیتی ها کرکنای دولت هم خواهیش میکنم که التیموس همی زندگی تون دایم در ترس هر روز های ما میدونم یک سوی میگن بترس بترس میگنیم. نمیشه که یا دولتی اوزاد چی کنیم در یک معاشی خوب، در یک زندگی خوب باید سری بلند زندگی کنیم، نه این که رنگ همین یک پراخر حرام خر باریم یک افتخار داشته باشی که تو تاجیک هستی. ای مادر و ای پدر و خواهش میکنم که نمی فرزند های کنی لیچ کن امروز شاید پگو فرزندی شما همی جای همی یاده باشه،
امروز صدها نفر کشته سن، شاید اگه بچه‌های شما باشه. ای تمام خواهش میکنم ای برادر و ای خواهر و ای اپا و ای دادر و همه کسا سرجام شین، بخزین بسای بسای دعوت کنین، خواهراتون دعوت کنین، دادراتون اکواتون، شما هم برادرای مبارز، ای شما هم دعوت دارم که همه تون سرجام شین. کی گپی بد نبد تا امروز همش فراموش شود. ای جاوس پس یک تن شیم، یک موش شیم. بله سلامت باشیم دیگه، هیچ سخنی ندارم. الله مهربان همه تونه نگهبان باشه و الله ای برای الله همه تون صدقان صدقان دعوت کنین ای برادرو. زنده باشیم، پناه خدا بر شما. سلامت باشیم. خب پیغام وطن بود که مبارزه را از داخلی خونه، از فرزند، زن، همسر، پدر، مادر بگیرین و در راه میدان بروین تا حالی روحی مشکلات شوید. خب دوستان عزیز، میخوام یک موضوع دیگر هم خدمت شما برسونیم، بعدن با صحبت ادامه بتیم. این هم باشد چطوری که در برو سر اول شده گفته بودیم، گردی همایی یا اینکه اعتراض در نزدی دفتر امنیتی اروپا، سازمان دفتر اروپا و سازمان ملل متحد از طرف یک گروه شهروندان. چند نقطه هست میخوام ذکر کنم دوستان عزیز. اول اینکه در خود تاجیکستان تشکیل کردن یک گردی همایی در یک روز غیر امکان است. حد الامکان 15 روز برای چیز فرصت لازم است. 15 روز باید رسانوی شود و مردم دعوت کنند جمع شوند. و نقطه دیم حاجی عمر زمانی که در میدان برآمد خیلی دعوت کرد که دگرد اطراف جوان ها برآمدند. همه عکس در همو اکرانی کلام بگذارین. البته که با طور شوخی میتوان گفت انا این در یک روز 150 نفر در میدان برآورد گردی همایی کردن. بسیار اقدام خوب میشد است، میشد است. باور کنین در طول 27 سال دولتداری رحمانوف باری اول واقعا ما ندیدیم، یعنی که اگر 20 سال اخیر هم بگیریم، یک قماندان، یک رئیس پارلمان، یک رهبر یک حزب، یک روزنامه‌نگار، یک ژورنالیست تعدادی 150 نفر را در میدان براره و اعتراض بکنه. این ایتو نیست. تشکیل کننده های این همه گرد همایی تو نیستن. خیلی اقدام خوب. و ما خواهش میکنم برای ما برسونین که منبر از گجا گرفته، منبع از گجا است که میشد از کو تشکیل کرده در یک روز. و ما خواهش میکنم که در مسئله زمان قوای برخ مردم ها میکشین با ساعت های طولانی، و زمان در زندان ها کشته میکنین با ساعت های طولانی، و زمان که معاش مردم ها در بانگ ها پل نستای، همه اعتراض ها را دوام بتین. ممکن بود است که در یک روز جمع کردن. نقطه دیگر، چرا نفرایی که اعتراض میکنن روحشون بسته است؟ چرا؟ اگر مجبور ناورده باشین جوابش هم میدونم که نمیتین. جوابش این است که انا همون فکوی هستن که در شبکه‌های اجتماعی روستابگاه دشنام و حقارت میکنن، یا انا همون فکو هستن برای انا همین روزا آماده میکنین، دیگه کسی نیست. اگر خالص واقعا دفاع وطن میکنه، هدف از روبستن و هدف از یک ابلهی چیست؟ من نمیدونم همین نفر چند روز اصلا این نوار گردی همایی قبلی است در گردی نزد سفارت ایران و در دوامش گردی همایی چند روز پیش است. یک جا نوار هم میبینیم بعد صحبت میکنیم. باز دولت اسلامی از کنسول چه فرزندوی ما در
کنسول در دولت ایرانی تاجیکستان هست. یعنی نماینده شو دعوت کرد. اما برگردانده بیرد تا اینکه ما خوشحال شویم. بله بله. تا که امنیت ما مرا خوشحال شویم. ما دخالت نکنند. مقصد چی؟ یگان کس نمیگذاریم بر دولت ما، بر سیاست ما. دخالت اینه هیچ وقت. خب امی در رکنی که برگذارین انا این اوار چه روز قبل است در نزدی سازمان ملل متحد، یعنی که ما بخاطر چی نواری قبلی گذاشتم، همون نفرهایی که در اوجه بدن اکثریت همو هستن، اکثریت همون نفرهای دیپلومات های کوچکی که ما ذکرش کردیم همو هستن، امروز اینجا آوردن استفاده من. اما هدف دیگر است، نه یک نزد سفارت ایران بود، آن ما در بار بر میگردیم، دیگر نزد سازمان های بنفوذ بود. خب واقعا شرمندگی است با او حالت رفتن و بشت زدن بسیار ابلهی است. اصلا در کشورهای که دموکرات هست، خود کشورهای اروپایی برای یک میتینگ یک گردی همای اعتراض تشکیل کردن 15 روز پیش میری از او اجازت میگیری، ادرس و نام و فامیل و خب ایمیلت و بعضی اسنادهای دیگه با امضا میگذاری، براشون پیشنهاد میکنی، انتظار جواب میشی و او را هم یعنی که شرطنامه ها و برنامه خشون دارن که در جمعیت خلل نمیرسونین، اعتراض خودتون رو میرین در جای معین کرده با یک شعور انسانی راست میستین، میگذارین برمیگردین خونه هاتون. در کشورهایی که اجازت ها هست و کشورهای دموکراتی است، اما در کشوری ما اجازتی گردی همایی نیست. چند روزی پیش در مسئله نفرهایی که شیرش کمال جمع کردن نزد دفتر شرکت فراز رفتن با 15 روزی زندان و جریمه ها او را گویا ترتیب جامعه را ویران کردند، جمعیتی را ویران کردند، بردن اذیت شون دادن. چند روزی پیش بودی چیز، یک زن، دو زن، دو خواهر، دو مادر به خاطر وقتی که اینترنت گران شد فقط امضا جمع کردند، فقط امضا جمع کردند، یک دستخط فقط میخواستن بگیرند، چقدر تحقیر کرده، چقدر او را دشنام کرده از طرف فکای امنیتی، پلیس تحقیر کرد، پلیس گفت که شما را از دانشگاه آزاد میکنیم بعضی دانشجو را. چرا تا امروز یک فکت و دلیل و اسناد، یک استاتیا، یک مقاله پیشنهاد نکردین که وزارت کارهای داخلی یا که پراکتورای جنرالی هر بخشی که رب داره با ترتیب جامعه، چرا شما یک چی پیشنهاد کردی که ایو رفتن حبزی 15 روزه و 20 روزه شدن؟ انا شناختین صدای اون آمود لیدر قبلی را، اون آمود معرف سیناری قبلی را، دیدین که ما نمی گذاریم کسی با تحقیر بکنه با دولت و ملتی ما. هی دیروز شیموی هموطناتون را کشیدن، ای از تحقیر اصلا نفهمین، اصلا ای را میگن تحقیر. دیدین چکو کردن شما را، دیروز بود ولی اصلا قضیه روشن نیست. نزد سازمان ملل بیا شرم نکنین، اعتراض نزد او بکنین. اگر که واقعا جامعه سالم شد امروز در کوچه ها دفاع از او انا همو جوانایی که دیروز شیمو کستوم شونه کشیدن از او دفاع میکردن. این همه قضیه، این همه مشکلات از چی سر زد؟ از پیشنهادی
سازمان ملل متحد در برای آزاد کردن بزرگ مهری یاروف. یعنی قضیه سیاسی وکیل دفاع بیگناه پیشنهاد کردن آموختن اسناد را و بالاخره به خلاصه آمده که باید آزاد کرده شخصی بیگناه است. فقط پیشنهاد کرده که آزادش کرد. حکومت رحمانوف در برابر این سرسختی کرد. برای روز یکم ایول باید یک چی روی دست داشته باشه. یک کاغذ از یک حجتش داشته باشه. انهی زنهای بیچاره، انهی زنهایی که امروز اوجا آمدن کی هستن؟ اسناد و دلیل هستن که ای سازمان ملل شما بزرگ مهری یاروف هم بگیم بیگناه هستن. این ایا نفرهای هستن که اثبات میکنن خاله نوربیبی یکی از آنها در اینترویوش میگه که روسی نمیدونم یک چند نفر آمد البته نظامی بودن کارگرای امنیت بودن گفتن که بخوای اگر پول تا از بزرگ مهری یاروف گرفتن بیا دوشنبه بیا من نمیدونم اونجا گردی همایی است اصلا من معلومات نداشتم انا این نفرها را ایخ جمع کردنی و یعنی که یا خودشون نامدن اعتراض بکنن پس معلوم شوه که برنامه کاری دست کمیته امنیت بود وای به حال او کمیته بیاین بوموزین گردی همایی را امروز جامعه پیش رفته که از حدال امکان یک مسئلیت رایگان برای شما یوتیوب را بزنین نویسته کنین که چیگونه باید اعتراض کرد گردی همایی چیگونه می شود از وای بوموزین اما چن لازم نیست که چور کوچ تگنده که کوچه را برین در از بزنین شتخدی بزنین دا آبروی ملت تف کنین شما این چیز معنی اعتراض نیست یک عکس دیگرم میمونم بعدا صحبت میکنیم بعدا زنگای تلفنی قبول میکنیم زیرا بسیار مهم است و خب یک وکیل پارلمان اروپا جناب توس چند روز پیش تاجیکستان رفته بود حکومت رحمانوف در حالی که این قضیه را از یا باید پرسان بکنن بو بی که همون نفر رهبری همو اصلا رفت یا در حالی که برعکس باید که بشینن دنبال این مسئله ها دیپلومات های حرفه‌ایشان روچکا و خلامه بگیرن نویسه کنن آقای توس خب این مسئله بزرگ مهیاروف این اسناد و دلیل و فکت این بفایده جان نزنین پارلمان اروپا را بگو که خاموش باشین شما کار نگیرین این جنایت کار است برای این پیغام برسونید باید این کار را میکردن نیکیم او را بردن باید گل و گل دسته باز همود فرهنگ رحمانوف همو خواهر و زنها و مادر و نزده یا فرقی نداره باور که از بنگلادش میبیو از جلی کول میبیو من نمیدونم از کانادا میبیو از امریکا میبیو از انترکتیدا میبیو امو پیمی هر چی نه بیو ای اونم دخترارا میبرن دگیر دوانوشون بروی پیشمو ای بچه ای فرهنگ نیست این یک جوانمر یک رهبری کشور نیست زنها و خواهرای او ملت که باید شما دفاع کنین میبرین در پیش او در یگام کشور دنیا بجز از تاجیکستان ان همین فرهنگ پوچو به معنی نیست در یگام کشور دنیا بیاین یک مثال برای ما بیارین برین از امریکا برای ما مثال بیارین رحمانوف روسیه رفته بود سیومین نفری وزیر کارهای خارجیش قبولش کرده بود نه اینکه پریزیدنت کشور نه اینکه رهبری یک مؤسسه رهبری دستگاه سیومین نفر از چهارمین نامعلوم کی بود از کجا آمد شما را بی کی پیشواز میگیره آخه شما ابلا نخوب برین زنها و خواهرها و مادراتون را برین در پیش شما برورین او برای تماشای زن و مادر و خواهر نرفته او با برنامه خودشون تحقیقات رفته گیان او چیزی که مخالفین میگه میگه من برم بو آموزم که واقعا راست میگه شما برعکس میبرین همون فرهنگ خودتون زنها و خواهرها را پیاده میکنین پیشون تمام شما نه او کودایون او یک گروه گمروهایی که هستن نمیبردین نزد دفتر و او میومدین وزیر کارهای خارجی از این قتی صحبت میکردین میگوزین این اصل قضیه بر میگردن میبیو اروپا فرداش پس فرداش میرن در یورا میزنن یعنی که چی معنی داشتین؟ این سیاست نیست این ابلهیست این ابلهیست نه چیزی دیگر خب زنگای تلفنی با شما رو پیوست کنین توسطی وایبر الو الو سلام علیکم السلام علیکم آقای سلمون جان و علیکم سلام آقای عزیز خوش آمدین به برنامه صدای مردم بفرمایید ای رحمت خدا رحمت خدا بر شما سلمون بله یک سوال تیمتونه بفرمایید اگر که قابل جواب دادن باشیم جواب میتیم همین برنامه شما در زنگ میزنن شما پول میتی آدمو در نه بود یک هموطن برو درد دلش میگه پجان
تمام ها؟ تمام. من امو زنک یکی از 4-5 ماه پیش تلفن کردم و یادتون باشه گفتم که اگر امو امومالی خونی مردگری داشته باشه منبر خالی کنه او قایی که خلق گب میزنم بایدتون باشه. بله دایادم از بله بفرمایید. بایدتون هسته بله، یعنی که من شما در گب میزنم. بفرمایید. فقط نکشه التیموس همون مردکوی که کندای سینه میزنن مشیری نره من حوالیو در گب دارم. بفرمایید پجند روحت درد دلتونه بگین. من قصه حرفم یعنی تلفونی پدنالاد نمیرم اونه که من دارم کمینتریوش نشون دادم. چی گپا چی حقارتوی نکردیم ای بر پدر تو نالا خلق مسلمان میگن که چونه صدقه مسلمان گری شوی برای ما برای جنگ نگفتم برای جنگ کردم برای افتماد دادست گرفتن گوده در کوره اولش بله ای در جنگ یکان کس شد کریستیان که ای جنگ میخوایم من هیچ وقت جنگ نمیخوام یگون کس نمیخواد جنگ اینا دونسته گیرتون خلق مسلمان خلق تاجیک یگون کس جنگ نمیخواد وقتی که اکی من ایدرونی مسجد براوردم 20 ساله شهبچه کشتن برای اون که پیش نمازی مسجد بود مخاف کردیم وقتی خواهره که من 17 ساله بیوامون برای چی بیوامون شوش مسجد رفتن نماز میخوام مخاف کردیم من خوب و گنده من هیچ کنستم من یک خسم نیکی خوب و گنده کدامی تا یک جارو بگیرتا داری مچتا رفتگی من ده سام خدمتی مچتا کردگی هم شما من در امروزش در گب میزنی نه بیوه میمونه نه چی گب پا حقارت همون بیوه میگفتگی سلمان جان او چه شد بله. دیگه حقارت میکدگی زن شد اپا جون دیگرش خوهرشو دخترشو اپا شد من روشنی اندازم اپا یعنی که این بحث شما بالای چی است شما چند مدت پیش در برنامه صدای مردم صحبت کرده بودین و در زیر نوارای شما واقعا بسیار دشنم ها بود من بحث سری همو از درست است بله بفرمایید راحت صحبت بله من چی گنده گفتم من گفتم که امام علی زواد و فابریکای کشویا شما میگه که زنی مردم در روسیه کار کرده روان در فابریکا و زواد کار کنه ما گپی گنده گپ زدم نه درست است دیگه اصلی قضیه همی است نگو ناموستون می بیا که خلق زنی توجیک اومده در روسیه کار کرده زواد و فابریکای کار فرمونه خلق رو در اونجا کار کنه بله اومده تای کنی او روسیه اینا شویا نروان یک تش میگرده نویستگیه که ای من ننگم می بیا من روسیسکی پاسپورت گیرم وقتی که رومالی سری زن تا کشیدن ننگم نیومد وقتی که مادر تا علاو سردادن سوزاندن ننگد نیومد تو بار این جوان مرده بله انا حجا در باید ننگد میومد سه بله. روز اینترنت در کشتن وست دشنبه با پا خیسته که اینترنت در کشتن چو سطرهای زناتون را کشیدن گیرتن نخیسته ایجاتون شما ننگ داره ناموس داره میگه شما خدا تا در شری نر میگه مرگ شما باری شری نر رو من بله. جنگ نمیخوام من بزار مای جنگ او جنگ که من دیدم ایلویکم هیچ که نبینه دشمن نبینه ایلویکم فهمیده؟ من برای خلق یعنی مسلمانه که نویستگی هم در نمی کمینتاری هم من در پروس بچه ها من در نشان دارم اپا نگاه کنیم چی نویستگی هم بله نویستگی هم ای کدام پیرخری او روز ها گیرستگی های صاحب خونه شدگی هم ای خدا تا اخلاص کرده که یکان او روز شما همه جزیر کرده شما که ایقا بانانگ و بانوموز که باشه یا با همون یوتیوب نگاه کنه چخلی رقصاتون رقص میکنه من هر باره که نگاه میکنم میگم یا اکا و دادر داشته باشن یا پدر و مادر داشته باشن این رقصه ها ننگا تان میبین ناموز ها تان میبین در جا ننگ و ناموز داره ننگ و ناموز تان نیست در یوزه شما نه بله صد فایز اگر مردک باشه ای صد فایزش نوید پنج فایزش نمرد شده گیانوزی 5% اگر همین مرد باشه با خدا میدانه 3% دیگه تای قهر ده بود اگه سولی من همه که قهرم که سلمان باور کن ای وای سلمان پول میتیشه سلمان کیه ده من پول میتیه من سلمان اینه دیون بار کتش سخن میکنم سلمان نه دادر من نه اکمه نه برادر من درست
ننگاتون میبین، ناموساتون میبین. ننگ و ناموس داشته باشه خیلی نمیکنه. خلق مسلمان یک کافر مسلمان کردن آسانه، نکی مسلمان مسلمان کردن قینه. منیده ها میگن که آدم های پیش گفتن که خرچی داند لذتی قند و نبات، تربه که باشد و کنجی رباد. وقتش در جنگ کردن آزادی گفتن، جنگ کردن خونی خلق ریختن. آزادی باید داد نمیزدن، غلامی باید داد میزدن. ماله آزادی نمیگفتن، غلامی میگفتن. این 100% بودوزه. ماله درست فهمیده؟ من نه امام علیش در کار دارم، نه دیگر و دیگرش در کار دارم. من همه که گفتم که فابریکای زوادای کار فرمونه که همه خلق را و کار کنه، در همه منزل مکانی خودش شینه. گپی گنده یه یا گفته اگه ای پشکا شو داره یا نه؟ آه من شو دارم. شوی من میدانه چه خیلی اگر خواهی فهمیدن رنگ شما بارین کنده سینه زدی. من شری نری توجیکم نکی آمد 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 با دهنی دروازه نتشه روز کر شری مردی توجیک. مردیگرش تال لبی دروازه نتشه شد، تمام مردیگری تمام شد دیگه. نتشه دید مردیگری ایادش برومد، زن و فرزان ایادش برومد. بله 22 سال شد ده همی جای زن و فرزانش نتشه و صغیره نتشه شد دیگه. من خودم میدانم و صغیرم و کلان کنیم. بله من هم کسری سال کار کردم. من اگر یک تیکه نان حرام درون خونم در آورده باشم، من ایجام ساق سلامت نخیزم. خوش به حالتان. آدم ها ای خودشون قیاس نکنن، ایتیماز من قهر میکنم خیلی آدم ها ده. شما اگر قننگ و ناموس داشته باشه که کنده سینه بزنیم ما شری نریم. اول همون مچخرهایی که درونی دوشنبه در رقصه هن اگر اول هوایی جمع و گیر کنه. من در دوشنبه گفتی و گفا در دوشنبه رومال بسته نمیتونم. من در اینجا کرته ایزا رومال دارم دستارم، هیچ که رومالی سری من نمیکشه نمیگیره. در اینجا کرته من ایتنم نمیکشه نمیگیره، یا پایجامه من کشیده نمیگیره. اینجا من رومال دستارم کار میرم بیام، هیچ که من گب نمیزنم. تو در شهر خود رومال بسته نمیتونی با اینجا دغدغه میکنی. درست منه. ما کنده سینه میزنیم نرید، ما شهری نرید توجیکیم. هیچ وقت جنگ نکنه، برای ای باشه جنگ نکنه. هیچ وقت حق و حقوقی خودتونه گوزنه. برای جنگ کردن گوده در کوره، فهمیده؟ گوده در کوره که اکای من 20 ساله مرد رفت جوشا گیرید. با 10 تا دیگه خیلی اکمه برای همون نماز خونیش اگر میکشتن من روزی بودم. با 20 تا دیگه خواهری من اگر برای همون شویوه نماز خون میشده که بیوه میمون، منم روزی بودم. اینشده نگه کنده سینه هیچ وقت نزنه شری نریم گفته. این خیلی گپای طبیه گپ نزنه. چی گپای گفتگی نیسته. من 4 ماه 5 ماه شو خونم در جوشه. من پروسه شما در نغلطیدم، من همین روز غلطیدم. رحمت خدا به شکر، هزار مرد شکر. میگم که یه مسلمان یه کافر مسلمان کردن آسونه، نکی مسلمان مسلمان کردن بسیار قینه. پیش مویه میگفتن که گپی دروغ گاو نزن که خدا میزنه. تا ما میترسیدیم که او بیستو گپی دروغ گاو نزنم خدا میزنه منه. آزی آدم ها خدا شناس شدگیان و خدا ناترس شدگیان. ای خدا نمیترسن گپا گپ میزنن میگی که ای انسانی خوب همی گپا گفتی، نگو همی گپا. خدا میزنه تا میخنده میگه خدا منه میزنه که تیا کنه میزنه. خدا میزنه منه میزنه که تیا نمیزنه. اینا اگه جا دیگه در آدم چی موندگی باشه؟ دویر یا موندگی باشه؟ برای همی گو نویستیان که ای او ببر رو شستی ها میکنه و سلمان پل میتیشه. برای اوه بیست فت کردیسته ای بیوه. برای اوه من سوال دادم که شما پول بیتیه وقتی که تلفن میکنن تونم. آخیان مردم ما بسیار مفکورای پس دارم. بخشیش هزار مرتب بخشیش ای شماهان، ای خلق مسلمان بخشیش ای همه. اگر گفتی خطا گاو زده باشون که مادری گفتی و گفا امام علی مادره، ای اون مادره که سوزاندن مادر نیسته بخشیش. اگر سخ رسیدگی باشتونه هزار مرتب بخشیش می بخشه منم.
اگر برای همه خفه شدگی باشه میبخشه. فهمیده؟ تاری سر گیره گردشم. حال نه سیتایی چلتایی مردسته. حال سیستایی چورستایی ممره با کنده سینه میزنه که ما شری. شری نری توجیکیم. حال نه سیتایی مردسته. حال سیستایی سه هزار تایی ممره هم تا نیست و نبود میکنن تونه. با وقت دیر میشه با تونه. جنگ نکنه. هیچ وقت جنگ نکنه. شهر قابوت چی دگه جنگ نکنه. هیچ وقت. ما وقت داشته جنگ نکدیم. ای کدوم بایوی که وی چی کدگی های برای همی خیلی میکنه و خیلی. یکون بایوی ما یکون پر کدگی نیسته. برای چی که اکوی من بنانگ و بناموس بودن. هزار مرتا شکری فرزنده پدرم. ما یا با تور و تشای و کلند و لوم زشیشت کدن که خوهروی ما یا نرسن گفته نعباد میستودن شو که اومده در اومده اگون فلوکت نکنن خوهروی ما یا شما ایدرونی خوناتون برده کرده سیان خوهراتون خبه زناتون برده کرده سیان خبه او چوهاتون سراشون لیچ کرده سیان خبه اینکه اکوی ما بنانگ و بناموس بودن هزار مرتش شکر بلام و بطور و بطشب رومدن زشی شب کردن مونه که خوهروی ما دخترهای خونه یا اگون فلوکت نکنن شما گفته رحمت سلامت باشه پاید سلامت باشین. مایله. خدا نگهبان. خب، هنوی خدا دامون خدا باشین. زنده باشین. خب، شجاعت رو از این مادر بموزین. کسایی که گفتی همین مادری عزیز که لاف از توجیک بدن، لاف از جوان مردی، لاف از یک مردی واقعی میزنین، شجاعت از این مادر عزیز بموزین. غیرت بموزین. در برابر این مادر بدن میبرو استاد میشه در میدان حرف میزنه. از او گپ ها و از او کامنت های پوچو به معنی کردن با براین حد الامکان 10% انا همین مادر و انا همین اپای بزرگ حرف زنین او بهتر نیست. از او لایف های پوچو به معنی در اینستاگرام و در ایما و در جایی نلازم کردن با براین دفاع از ملت و ناموس خود بکنه و خوبتر نیست. در سخن های پوچو به معنی ما استغانه داریم. در دشنام، در حقارت، در تحقیر ما حرفاییم. این مادری که میبینیم واقعا چند مدت پیش در برنامه اشتراک کرده بود و نوارش هم یعنی که بسیاری ها تماشا کردند کامنت های پوچ و بیمانه و تحقیر و دشنام فقط نسبت این مادر ما پاک میکنیم هر کسی که مینویسند اما باز هم به چشمه رسید الان از اون میکنه که مردم ما در برابر زن بودن رو میگه دفاع از شما کردم شما مرا دشنام و تحقیر میکنین ما بر اومدم از مادرای شما از خواهرای شما از زمین شما از سرزمین شما دفاع کردم شما بر اومدین مرا تحقیر و دشنام کردین دعوای پی عزیز ای است اصلا اکد زمین بکفاو بدرین دیگه نبین همو رینگ توناو انا همو بیرقی که در پشتتون میکنین که تاجیکی چمپیون یکی نمو ریشاتون بلند موندگی در کوچه های مسکو میگردین یکی نمو میرین با شرکت های بزرگی ورزشی نامنویس میکنین و میبروین دیگه دعوا از نام تاجیک هستن برامد نکنین اگر که روزهای اول به تمام خشیر جامعه میگه وقتی که یک روزنامه‌نگار از ظلم میکردن مهاجر میومد از اینجا قیام میکرد شو صحبت میکرد حرف میزد امروز تاجیک ها را ازدارشون را پایینه میکردن اگر ورزشگرای ما که در داخل وطن تحقیر شدن نمیدونم دشنامشون کردن وظیفه‌شون را گرفتن جاشون را گرفتن نگذاشتن ورزش بکنن امکانی نداشتن می اومدن از مهاجرت چرمندای خارجی قبول نمیکردن در تالارهای ورزش خارجی از نام یک ملت دیگه حرف نمیزدن برآمد نمیکردن می اومدن دفاع از وطن و مردم خودشون میکردن در این حالت به آبرو نبودن اگر نمی رفتن در امریکا و کانادا و دیگر کشورها خواب غفلت نمی رفتن در برابر آمدنشون بلند می شدن دفاع می کردن با این روز نمی رسیدن با این روز ازاراتون رو پایان نمی کردن با این روز تحقیر تو نمی کردن دشنام تو نمی کردن جوابی همه شما رو همین مادر به همین بزرگیش داد بگیرین جوابتون رو بشینین کنار فکر کنین دینده باشین زنگ دیگر تلفنی رو می شنین الو سلام علیکم سلام علیکم و علیکم سلام شما دیم با برنامه صدای مردم بفرمایید رحمه رحمه آکا جان من همین یکی مسئله همین همین روزتان وقت بسیار علام کرد که همین بچه هایی که ترمه کردن که با 29 سال همین چیز من را علام کرد که در همین توجکستان وقت خوهر را در
و این بعضی روس ها کشته دست بود و شکسته از نسیلت کردن و هم روس بدبخت پیسی خالی قواردن جندی گفتن چی گفتن در رسی آوردن این ما برادرامو زدن نزدن 29 سالی دادیم بسیار علم کردم هم زد توجیک هر روز یک توجیک میبرد یک رنگی ساکیچ که نمیپرسد این یک که روس کشتن با 29 سالی دادیم هم بسیار علم کردیم مردم خودم تد در تکای سپ میریم ملتی پش شدیم که این پزار دیگه این کهی میخیزیم ما بله بله درست واقعا در خاطر دانباشا دوستان عزیز برادر بسیار نقطه مهم از ذکر که در همو دست یکم دیویزیایی که در تاجیکستان است یک خواهر مادر بودن به دانباش تجاوز کردن یعنی که هیچ جواب نگرفتیم نه هیچ کدو حالا جواب نداد هیچ کس نه سمت تاجیکستان نه سمت روسیه اما ببینین که جوانای ما را بردن لباساشون از تنشون برآوردن ای جوابت ای جواب بخدی رحمانو بود که تو اصلا هیچ کنستی تو دوان نکه اصلا نرو دواغوشی هزارها نفت که هیچ کنستی در دو حالا چرمندت میکنی نیکی متاسفانه نیست یک نفری که مفکوره خوبی سیاسی داشته باشه ایو را بشینه و به امود حکومت دارای ما برسانه که ای پروست تگ نبود با گفتی روسا ای همه خیلی نشد ای کار ای هزار منه داره هزار پهلو داره ای هر یک نقطه شد در هر یک تاخیر میتونی هزار مثال ها بیاری برای شما حکومت داره حرفه‌ای ما لیکن شما کی پروا داری نه پول باشه همین روز مبلغ باشه قرض باشه همین روز ببریم ما را تاخیر میکنن ما را سنگ میزنن معنی نداره من نمیدونم که در همین روزا جلسه که در تاجیکستان گذشت چگونه در آغوش همون پرزیدنت ها گشتیسیان همین با همین آبروشون من نمیدونم چگونه همون وقتی که رئیس جمهوری روسیه رفت تاجیکستان چگونه او را با آغوش گرفت با دوباره و سلام علیکم با کدام رو بیاین خود سوال بتین در خطون خب برادر بفرما گفتنی هستین الو خب زنگ دیگه تلفنی را میشنیم توسطی واتساپ الو الو سلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدین به برنامه صدای مردم بفرمایید اولا سلام علیکم بر تمام پیش برنده برنامه شما و بعدا به تمام کلی مردم تاجیک و علیکم سلام ما در پخش زنده قرار دارنده سلام برادر بله برادر شما در پخش زنده هستین راحت بفرمایید روستیش براد دیگه نمیدونم گفتی اپو که ای تام غصه زیاد تا ای کدوم مقصد موضوع صحبت شروع کنیم از موضوع یعنی همون اصلی مشکلات امروز ما دو موضوع گذاشتیم از این بیرون نرویم خوبتر است از هر موضوع یکی را انتخاب کن چی در نزد سفارت دفتر سازمان ملل رفته و این به ترتیبی های جمعیتی را کردن و چی تحقیر در حق مردم تاجیکستان در فدراسیون روسیه هر دی قضیه را میتونی شرح بده یکی از نقطه شو بگی بفرما برادر مراجعت بر همو جوانای کلی تاجیکستان کردنی هستم که از اون جمله بیشترین جوانای ما در مهاجرت در روسیه قرار دارن هر یک کس باید برادر خشه در همون جای برادرایی که والله قسم در چی و به غضب و مگی بودم که توات گریون هم شیدیم بگیم توات یک سو بود ای خوب خستیم یک زنککو که روسی سسیدو مقصد گفت که دیده زملکوی شما را چی خیلی کدن تو همی درجه را مقصد ما را تهدید کدن ده برادر هم گفتنی هستیم که هر یکی حوالی و ما شیده میتونیم روز پگه با اون مرد بچوی جوانان جوان مردای تاجیک بله از اون جوله بردار از اون جوله ده بردار ده همین مقصد فدراسیه روسیه من بسیار شهروش مقصد سفر کردم هم صبح شدیم قتی بچوی تاجیکو والله قسم دایوس شدیم بردار بناموس شدیم نمی تاجیک اگر در پیش بشتا بزنه یک مقصد یا بومج روس بشتا بزنه شما وای کتاپوروشا اوس میکنه مزگرام میروا در چی و دایو سشیدگی هم برادر که نمیدی اگر پی مطال توجیکی هایی که میگن ای گوشش گاو میزن ای گوش میبروه میره آجورا بله ای چیز و همین درجه را برای توجیک فقط میشتد چون برادر ما یه اروپا بریم ما فتیفا یوجنی کره بریم ما روسیه گراجدان بگیریم ما امریکا و کرکنی بریم تودا سودا کنه چی با ما جامو هم برادر ما هم مقصد یک ملت توجیک هم یا ملت هم یا دولت هم چی با ما خمو دولت خمو را عبود کردن هم میتونیم
شما دیگه شهروندی دیگه دولت ها حسوسی دولت ما را نمیخرن، حسوسی شهروندی گرفتن تاجیکستان را نمیخرن. امروز ملت تاجیک اومدگی فقط برادر را مقصد کارش حسوس خوری و ایام مقصد ملت گیم پروکندش در رفته سه. بله نیست برادر دم میبوره من نیست که یک مقصد که هم یک جمعه بسوزه جمعه پروکندش دسته جورانم جمعه از چه خیلی که یک علمی امریکای را خوندم یک موضوع چند قفش براسی زمیستون یک قصه را خوندم زمیستون بود وقتی که ملت گشتنه برادر در فکر یک لغمه نون یفتنه وقتی که ملت بولیمین سر شد در فکر یک عبودی کردنه ملت ما برادر تا حال گشنه در همون درونی کشور در خارج کشور هم در فکر فقط یک لغمه نون های. بله نیست در هم برادر همی قصال کشید 30 سال 40 سال شده یک دولتداری کرده سن کتاب ها که همون گودک بودیم همون یه صورت ها در همون تلویزر دیدیم توزی را یه صورت ها میخیدی یه صورت میخیدی یه صورت پرستان یه صورت ها در تلویزر دیدیم گفتیم همون گپ ها که همون صورت هم بزار شده این برادر بله اید برادر عزیز چینجی مود کین همی یه گپ کشته برادر ده چینجی مود کین جای چینجی مود کین جای تنجین برادر هم وقتی که من در تاجیکستان در پیش پدرم در پیش مادرم در پیش زن فرزندم مقصد اوجنا یا جویا کردم یا جویا خیستم زفتر کردم یا جویا عبید کردم انا او برای ما تینجه ما در اینجا در روسیا هر روز در تحت در کتیفا در ترس حراس امروز او برادرای ما را کردم و یا من خیمه در جای هوایی است که اگیم برادر من خیمه در جای هوایی است میکنم که ممکن فرد و نوبت ما بوشن بدون شک بله یه چیز طبیعی است دیگه برادر که در این موضوع مقصد در موضوع شما داخل شد چند قپش چند یا نیم ساعت پیش بود یا ساعت پیش بود گفت که رزولتات همین گروپ ها چی هست رزولت با اون برادر مراجعه کردن هستن که برادر جون رزولتات همین گروپ همی هست که تو حتی یا لایک ده یا لایک که میمونی ما تو حتی والله قسم میخورم در تاجیکستان بودم یا سال پیش در مسجد جامع خونی خطیب اعلان کرد که گروپ های 24 کدومی که لایک میمونه ای 20 تا 24 سال سود کرده شود مقصد فرمان حکومت اگر یک رزولتات نمی داشت در نماز مقصد در مسجد نماز جامع خونی در تمام مقصد مقامات دولتداری اعلان نمی کردن که گروپ های 24 برای یه لایک ای 20 تا 24 سال مقصد زندانی کرده شود زندان چی بود ای فهمیده می شود که این فهمیده می شود که رزولتات کلون نشان داده اگه بزید حکومت امروزه تاجیکستان بله خواهش دارم برادر جون خواهش دارم که موضوع را بسیارتر کن از اون جمله سال 2020 ویبر نزدیک اومده سه داخلی مقصد به تراتوری همی ویبر بسیارتر موضوع را مقصد بگذارن توات مقصد مردم آگاه کن از اون جمله دارم مردی ما به حد برادر به سواد موندن به سوادی چون محل برادر دیوس شده سن در همین روسیه دیوس شده سن در تاجیکستان گفتی خیلی که نو یک کرکین امریکایی اومد این نامشن فراموش کردم چی گفتی شای خپیش جناب توس همون خوهر و دختر و گفتیفه مدر و منبرو ولن گلچوشی پلچوشی همون وزیر امیر چه وزیر گفتیفه معارف شای اونو وزیر گفتیفه که چین چیش باشه نموشه هم خوهر دختر خیچه برو راخی خطور کنه بله صوف سودنت بچوره گفتیفه دو ساعت سمه یا ساعت پنجه سمه سپندی همه گره بچوره همه برن گل بچوشن تو دست سوده گفتی گفت خیده که اگر ایمی دولت های خورجه اگر یک شهرمند پرستوی توریست تماشا تاجیکستان بیا بیست تا دختر همه برون پشت خطرار میکنن عروسی برکه گشتی هم برو در هرکی بخشیش ده اگر کم تر اگر سختر هم گردنه نه درست است خیلی که اگم جدا نیست خیلی برو در نیست همون برو در همون دخترکوی که می بروین هر حیات هوایو اکا و خوهر و امکی و تاغو دارن امکی و تاغو اکا و هوایو به ناموس شده اگم همون وزیر معارف مصد کدومه که هم کرا تشکیل میکنه برو را دختر خوهر و مدر خیچه در همجا قطور کنه بله سلامت باشی برادر عزیز زنده باشی موضوع زیاد کنیم برادر موضوع زیاد کنیم برنامه ها زیاد است انشاءالله خدا نگهبان تو زنده باشی خب یک نقطه را برسونم برای شما که دوستان عزیز ببینین یام رب داره به موضوع امروزه حکومت رحمانوف دعوا از کشور دموکراتی میکنه و هر برنامه ای که میکنه این گردی همایی که میکنه گویا این نشان میده که کشور دموکراتی است اما اگر که ما قضیه های همین قتل و کشتاری وقتای آخر را بگیریم چی از قضیه توریست ها چی زندانی خوجان و چی زندانی وحدت یعنی که نفرایی که در جنایت اگر دست داشتن یکان توی زنده نموندن
در زلند نو وقتی که یک نفر داخل شد عمل تروریستی کرد و در یک مسجد زیاد از 51 نفر را کشت، امروز بحثی دادگاهی رفته سای بلوش بحث رفته سای و امکانیت و اجازتی خود دفاع کردن داره، امکانیتی صحبت کردن داره، امکانیت داره که وکیل دفاع بگیره، خود چه دفاع حفظ بکنه، تمام امکانیت را داره و سودی کمو کشور هم او را میتونست که در همه حالت بکشه دیگه، میتونست بکشه به ضرر. مثل رحمان رو میگه که خب در قضیه زندان شهری وعداد این کرپیچنی یک عملی بسیار وحشتناک شد و جان چند نفر کشته شد و جنایتکارا رو هم به ضرر کرده شد. در همه حالت در کشتاری بلو هم، یعنی که توریست هم به ضرر گردانده شد، در محبس خوجند هم به ضرر گردانده شد، در قضیه بدخشان هم همطور، در زندان وحدت هم همه حالت به ضرر گردانده شد. چرا فقط میکشنیو خود علی بیدکی را نام اخیران آورش که بعدا زنده بر اومد که زنده خبیده بود، چرا بیدرک یعنی کشتنی را، چرا اصل چه، چرا دادگاه سود باید دنبال بحثی اون نرو و اصل قضیه را عنیق، چرا این کار کرد، چرا پیشتی گلمیوت حلیموف وقتی این کار کرد اگر گناهگارش میسوبه، چرا دادگاهیش نکنین و چرا بکشین؟ اما این نفر نوار را برای ما بگذارین. Survivors of New Zealand's mosque shootings gathered Friday to see the latest court appearance of accused gunman Brenton Tarrant. Tarrant pled not guilty to all charges. He was reportedly piped into the court by a video link from a maximum security prison. 3 months ago, a lone gunman opened fire on Muslims attending Friday prayers in Christchurch, killing 51 people. On that day, Abdul Aziz confronted the gunman. Aziz hurled a credit card machine at the shooter and chased him with an unloaded shotgun. Aziz was among survivors at the court on Friday. He's a coward. Cowardice, of course, will be plain not guilty. And he was coward, he ran. He thinks he still was laughing there. And he thinks he was so tough, but he was coward. When he faced me, he ran like a dog. Tarrant is a... خب، مرا بگذارین. در برابری 51 نفر کشتن، صداشون زیر درهای بسته نمیگذره. ایرا میگن کشوری دموکراتی، ایرا میگن دموکراتیا، آزادی بیان. اینا دیدنش آزاد است نیوکنش. Suspected white supremacist and is accused of 92 charges related to the massacre. That includes one count of terrorism. خب سلامت باشین. انا ایرا میگن کشوری آزاد. امروز دعوا داره خشه بیگناهی خشه اثبات کنه، از میخواد خشه دفاع بکنه این نفر. در برابر 51 نفر کشتن بازن سود میخواه اصلی واقعه را بومزه، چرا این کار کرد؟ ای از کشوری دموکراتی، نه در زندان های ما کشته میشوند، به نام و نشان میشوند، یاد تازیه و همدردی و دنبالی اصل قضیه شدن نیستن هیچ کس. یک نمونه ما برای شما مثال آوردم که ای گونه باید زندگی کرد، ای گونه کشور باید داشت. خب زنگ دیگری تلفنی را میشنویم توسطی وایبر. الو 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 سلام علیکم. و علیکم سلام، خوش آمدیم با برنامه صدای مردم. ما در پخش مستقیم باشیم؟ بله برادر، شما در پخش زنده قرار داریم، بفرمایید. ما در برای می چند برادر که سخن روندن در موضوع مهاجرت، در موضوع بعضی اعتراض بعضی از زنه که برآمد کرد، ما همان این رو ما گوش کردم. ما این حال در فدراسیون روسیه در خودی مرکزی مسکو قرار دارم و گفتنی دارم که این چند شخصی که دعوت کردم برای اعتراض که برای انتخابات پرزیدنت، اینا شخصی هستن که مفکرشون به نهایت پستی فکر ندارند، فکرشون فقط در پستی است. چرا؟ نمیگن بعضیش میگه که جنگ کردن من در کار و خیلی یکم کس من... برادر شاید پس اینجا کمپتی در شما از اشتباه فهمید، یکم کس جنگ نگفت است. وای وای شخصا اونهایی که دعوت کردن و فکرشون فقط با جنگ است. نه برادر، پس این کمبودی در شما بوده است. چرا اونها را گفتین که بسیار مفکورای پس دارن و شما خودتون اصلا فکرتون اشتباه است برادر. یگم تیو میگه که برادرای عزیز میگه آخرون شانسی که امکانات ما داریم 2020 انتخابات است، بیا یک جای شیم یک پرزیدنت جدید بیاریم. کسی نگفت است با جنگ کنیم. در گجو خوب نوار دوباره خفا گردون گجو ذکر کردن. برادر که
باشه ما سخن کنم. نه اخ چرا تهمت میکنین برادر؟ من روان ندارم تهمت بالا یگان وطن. بس از رحمانو 27 سال تهمت میکنه. چرا یگان وطن تهمت میکنی؟ من که اینجا آدم زنده نشستم از اول تا آخر گوش دارم که چی میگه وطن. چرا میگی او جنگ میخوان؟ بس از رحمانو میگه جنگ. بس از برادر اشکارتر بگین. سلام خوش شما شما جس برامند ما از ما که باید گپ زنم شما باید جدا ای پاس من باید بررسی کنیم صحبت کردن کنیم بعد ممکن اگه خطوی ما را بیاین خب بفرمو یک اون خطوی ندارم بفرمو بچه اگه برادر که یک نیم ساعت پیش قید که بود به نیفه سخنهای بهترین گفت از همه ده همه این سوالی که بچه که زنگ زدن با شما چیز وایبر ایمو وایبر سخن کرده اونها را زرده رفت گمیشه ادا چی گفت یک سوال کی رزولتاتی امی شما نول شده گیدا برای کی شما همه قرار دو هفته پاس دروس پاس برنامه میبرورین تا صدای مردم نکی مقصد نیست فقط مقصد انقلاب برادر گفتین کو مقصد ریولوشن انقلاب فقط بحث میکنین سپورت میکنین نکی رزولتات نیست برای اون رزولتات نیست خب به معنی برنامه برای پس چرا زنگ زدی همین زنگ زدن چی معنی داره به معنی هر چیزی به معنی بس چی معنی داره زنگ زدن شما تمیزات مردم توجی گروه بسیار نمیشناسه او مردی که میگه که در مسجد گفت در یگون مسجد درباره گروه بسیار گفتنی نیست نه در پارلمان گفتگی هستن یا کینه برادر در پارلمان کشور گفتگی هستن یا کینه نه اول بسن اخ شما نه اخه نه در پارلمان کشور گفتن یا کینه یک پی دیگه تو کی در در سازمان ملل متحد در اون گفته بودن که اعتراض گروه 24 دا میتینگ بود در درین تاجیکستان حق داره این تشکیلات خارجی که شما میره در دپشتی داشون شکایت میکنه این خیلی این حیا شغالی است درست میگم شغالی است پس رحمانوف هم دیروز امنیت کمیته امنیت برنامه تشکیل کرد او چی است مجرون که از طرف مقامات روسیه دستگیر کردن بعضی مجرون تاجیک به نهایت ایرانکی فرهنگ قانونی روسیه برآمده است دکتراشون ایزنسیل میکنن دکترای روس رو پینانی میکشنشون توجیک هست که دروجه گشته در دست کلیرو دیگر بایوکو گشته که توجیک چی میکشه شما چی با او را نسیه نمیکنه که توجیک کتاب باید دستگیری که اینجای کورش دی نه که در مسئله خصومی او را میگره و که داد میکنه این چور پنج موجی را که کنشونالیش کردن گویا گرینی ای برادر ای برادر یک دقیقه اینمی قدر بحث و اینمی قدر دعوات یک دقیقه اینمی قدر عدالت شما دستگیری میکنی ای بو او ادمی که گناهگره و درست گناهگر نیست و توزه به گناه را ادمی گناهگر دل بوجه جواب میگه با کوری کگیش جواب میگه درست است نه کی می بچه برادر یک دقیقه مرا اجازه میتی اینمی قدر دعواهات اینمی قدر حرفات اینمی قدر گپ زنیات در برابر یعنی همو لباسای هموطنای ما را کشیدن صفر است برادر اگر پروفسور باشی اگر در بهترین دانشگاه دنیا خونده باشی میخوای که ما را گویی که برنامهاتون پوچو به معنی هدف نداره امروز تمام مردم آنها مخه به معنی و به هدف شده است پس آنها همون لباس های کشیده هم وطنای ما به ما اترام داخل داشتک از اون نفخر برادر اومد خودش اگر پای زیوتی زد با دوجه رفت رنگی موشی رو شغال مرده رو بد کرد در پشتی تای کنی کبیری ای در مسکو یک اون کس طرفی توشتون گپی سخن پس اگید نیست توزی را ای بچه یک دقیقه رحمان چند مدت پیش اومد نه پریزدین خبرش کرد نه دستگاه پریزدین یکی گپ زدن که ای ما دیپلومیستر خوندم 20000 روی زور اولادش سیو تاخیر نکرد برادر تاخیر نکرد با تاخیر روانه بی مثل انسان گپ زن اقلا جوی کور 22 دلار معلمی کور نکرده که فرزن اخت تربیت بده اما چه در 500 سم کی معلمی می کنه در اصل چی کار میکنی یک سوال برادر چرا فقط خود درف میزنی یک سوال خود در اصل چی کار میکنی چرا در تاجیکستان کار نکردی معلم نشدی ما در تاجیکستان معلم کار میکنم اون وقتی ما در روسیه هستم کو در سنتری مسکو برای معلم سپند اسپیرانتور بازشتر کردم مسکو اومدم من سه ماه شده تنیده تحصیل میکنم من شگری خدم میگم من وطنی خدم گشته در یک دانشگاه تاجیکستان درس تعلیم میدیم در کدام دانشگاه برادر اگر مخفی نباشه در کدام دانشگاه در دانشگاه
دانشگاهی ملی دولتی بخشش فاکولتتش. خب با هموطنان میگذاریم در برای این هر فکر داشته باشم بفرمایید که راستی دیگر من هم سلا و طاقتی ندارم که بشنیم اگر هموطنان تأخیر بکنن در برابر شیستم. سلام علیکم. و علیک سلام. سلام علیکم. برنامه صدای مردم. بله خوش آمدید به برنامه صدای مردم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام. و علیکم سلام. امیر برادر گابزد سایکول و زینا امیر امیرمون پریزد چیم امیر سخنایم خیلی گفتم وقتی تو که اینم خیلی معلومو که جمع شد اگه این باید پگه و طلبایی که هم دانشگاهی که گفته سای من خودم همونجا خوندگی هم یکان تش زنانی ندارم یکان تش ایتون پریشدی چه مگون چی گفتن فکر تو باید گفزن بود چی فکر داری نسبتی همو فکرهای برادر چی گفتنی داری؟ یعنی که گیجاش درست میگی گیجاش غیر امکان است وابشه تا همه گیجاش полна сини правилно бе. А шо таму брукоје ке гуф хамон данку ура тиве чека. Вај на самом деле глубако фикри кини вај хама и тоджитора задиват каде ги ам. Вес тоджикистолан. Вес мардани тоджикистолан. Бале. А шо то, то што вај бруко шо хамо, ето если глубако фикри кини, и на самом деле пашочина и сахта е. И як, як имаш неправильно габ за нич, да имаш, Насчет малими, тарбия, да, Таджикистан вообще образование не есть, не есть. Медру и для университет, ешво и милат, медру и матал, а со сгзору сур вадат, медру и уже, хама и джо и хеля, интеллект вообще развиваться на начало, вообще. Бару сами, бару да, хами сухано и мек нику, ма амеру душ мек, уже давно, Хама гапот правильнее, неки просто прежде чем Амира калай мардум да думадан, ибо фикри мая ды поколени была далишела, бат может быть агун изменений мешала. А и вазыч мекнем бару дар, мову шумо дар як джояги ему набуят, мы яки наумед аз хосели богат ма бошай богу, мы ич вах наумед не сем, аз шумо аз хамватано дар хич вах мы наумед не сем, хатман фарзандой این ملت فرزندان این سرزمین از هر منطقه پیدا می شوند می بیان پیوست می شوند وطن می سوزند در تاریخ بشریت نتونستند ما را از بین ببرند به هر راه و واسطه به ظلم به ستم بهترین ما را بردن کشتن ما از بین نرفتیم ما میدونم چرا امروز از بین باید برایم چرا نوید بشون خدم همی چان جود همی برومه شما را زپیسو شما میمونم همی اپیش میدونی اخیرش چی خیرانگی ایتانه یو ویچ سپید میگریزن کو اما مو خیلی بگریزم های تناپی بله 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 یه چیز هست متاسفه ایتاس دا چیو ششتگی های که خیلی ما اینمی یه نیا پیسای دایره گاب کتی نسام گلی های ساد سادوی سرانی می بینیم حیرون میشنم از درگوی سرانی جالکه میشو ادا نسام گلی می بوی خیلی وای وان باروی پیسو خیلی بشکر اینو ما دایو خیلی تیمون انترس نیا دیسی رو دامو دادن می بینیم شما نسام گلی فکرشون و بله خب روزی میشه که میفهمن این درده همش میفهم برادر این وقت فقط عمو کمر ابو بندین پیگیری کنین برنامه ها را دستگیری کنین رفتن میگیرین و پیش توکل به خدا او که خیر خدا قوت به برادر شما دا شما نه که با گفتی من اتا نوزن دو پکلینی کک مینیموم علی شوا منتالیتیت مردم علی شوا سنستی خچون ابو فهمن کیان چیان دیگه خیبا بروک مونم نمیخوامونم بله دیگه گپای بیسپانتوی هم دیگه نمیزنم بله. تک کنیش نجمه تو که رد برای توجیکستون های نو سختم بله زنده باشین تشکر زیاد سلامت باشین با نگه بونتا سلامت باشین خب زنگ دیگر میشنیم الو الو سلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدین با برنامه صدای مردم برادر جان سلمان خوبه سلامتی ها خوبم برادر جان الحمدلله خدا را شکر امیدوارم که شما خوب باشین زنده باشی برادر جان ما همه ای وضعیت استفاده برده با تمام مبارزانی که مبارزه با ضد همین رژیم حاضره که اینقدر آزار و اذیت مردم شریف تاجیکستان انجام داده هستند سلام خدا میرسونم و از اون جمله گفتنیم که برادر این حاضر که پیشتر یک برادر گپ زد این برادر این شغالکایه یو نفرای هسته که ای کارکنوی امنیت هستن میخوان که خلالدار کنن
فکری مردم را پریشان کنند. اخی سوال به میان میبیاد که اینقدر تاجیکستان که میگن آباد شده. برای ما یک نشان است کجا آباد کرده است. این در این مدت طول که دولت رهبری میکنه چی کارا را انجام داد؟ جز زمین تاجیکستان را به چین فروختن. دیگه که باشه روز هر روز نیست که یک مرده تاجیک ای روسیه نبیاید. از داخل تاجیکستان باشه از ترس اون که وظیفه از دستش نره و گفته تمام مخالفین تمام یک نفری که میخواهد که حقیقت آشکار کنه برده زندان و تهمت به تروریست داد انجام داده است و تمام صحنه را بازی کرده است که مردم سرپیچ کرده ترسونه که یکش گب نزنه و سال 2009 که وعده کرده بود که روغون آباد میکنم تا حالی که اینه آباد نکده تاجیکستان که صاحب برق چیزه ای قدر چی کار انجام داده استن ای حکومت امروزه ما چی کار انجام داده استن ما امو برادری که پیشتر گب زده بود در حسابی که انتخاباتی که پیش در پیش استادگی های همی را گفتنیم برادر جان که بسیارتر در باره همه انتخابات هم کم کم گب زنی برادر جان تا که همه مردمی تاجیکستان مردمی شریفی تاجیکستان باید چشمای خودشان هم باز کنن کشاده کنن و بینن که در تاجیکستان چی کارا انجام شده است این مردمی که هست برای چی چشم خودشان هم میپشونن برای چی زندانی که گیرد با گیردش محکم یک نفر یک مش گذاشتن هم میتونه میخیزه یک بچه 18 ساله میخیزه چند نفر که زیاده ای 100 300 نفر من نمیدونم چند نفر زیاد آدم نفر مرده کی نفری که اینا مثال یک مصافیدی که چند ساله کجا او را میکشن خب اگه مثال تروریست باشه او یک مصافید کجا ای را میکشن کجا درست میبیای گپایی که اینا ای حکومت ای یک صحنه نوبتی که سرکوب کردن ملت تاجیک نمیخواد که مردم سر خود را بالا کنه از این طرف مخالفان میجقه از این طرف کاری کرده سای تاجیران میکشه تاجیران عذاب داده سای نمیخوان که در تمام می ساحه تاجیکستان عذاب و اذیت داده سای برادر جان شما مرا یک ساحه یک جورا گب زنی برادر جان که همین نفرایی که طرفدار حکومتن کدام ساحه در تاجیکستان پیشرفت شده گه در کدام ساحه در یگان ساحه تاجیکستان ها زمین همین فعلا یگان شده آباد نیست جز ضرر اذیت جز نیست و ارمیای کلان 201 که در تاجیکستان جایگیر کرده گیای از روی قاعده که ما مخالف مردم روس نیستیم اما که مردم روسیه که در تاجیکستان آزاد میگردن چرا مردم تاجیکستان ما در روسیه آزاد گشتن نمیتونه برادر جان و مردم ما را اینقدر بناموس امید چی کرده استن عذاب و شرمندگی مردم ما را یک نفر تاجیک یک عذاب شود یا مردک یا مردمی تاجیکی اگر یک عذاب و اذیت باشه این عذاب و اذیتی ما و شما است برادر جان برای که ما مردمی شریفی تاجیکستانیم ما باید یک پارچه یک جسم باشیم برادر جان ما باید غم یک دیگر خوریم همچون دولت رهبری دولت کی باشه گیر آباد کنه نمیخواد به همون بساق با تنجی برای یک نفر دیگر بتیا و باوری کامل دارم اگر هم یک نفر دیگه اگر سری حکومت باشه از این زیاد آباد میکنند چی روز است که یک رای آباد که یک مردم در اینجا زندگی میکنه در همون دهات از این کوچه با کوچه دیگه باید پول سپاریده گذاره در کجا تغریب میبین مردم این تاجیکستان قشاق های پول نداره برادر جان آباد باشه برای این برنامه های زیبای شما برادر جان امیدوارم که انشاءالله پیروزی نزدیک شده است بروز بروز حکومت تاجیکستان ضعیفی ضعف خودش احساس کرده است از همین خاطر آزار و اذیت زیاد کرده است برادر جان زنده باشه آباد باشه تا دیدن برادر جان سلام باشین خدا نگهبانتون تشکر زیاد برای پیشنهاد فکر و صحبت هایی کردین بسیار صمیمی و بسیار درناک بسیار مهم هم بود خدا نگهبانتون خب زنگ دیگر رو میشنیم توسط واتساپ الو الو سلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدین به برنامه صدای مردم
واقع خیلی زنگ میزنه نشیه سینه ناشیده همین این مردم خدمون را بخدو صد بگوی نگوی این مردم خدمون طول که قدم قربون بگوی این نمیشتری بگوی این مردم خدمون بخدو همه پشکر روست میگه بخدو اگر این مردم خدمون را بگو قدم قربون پگه کلیب میکنه گپ همه روست شگل زننده همه گه قدم قربون کلیب کنه یک کلیب کنند ده هزار پراسموتر دوره ده هزار کلاس دوره در رادیو آزادی خیلی قانون شیده سه میگه 17 تا کلاس و کنیش نه ای اوز یک تیم همی خیلی شیده سه همی که نمی رسیه ده اینم خیلی گپ خبره ای تو که ایتا این مردم خیلی قدم قربان بگو اینم خیلی چیزو این مردم خیلی به هر چیه بله متاسفانه ای چیزا ای برنامه ها خیلی برنامه های حکومت است فکری مردم دور کردن است به هر راه واسطه به هر برنامه مردم کمتر دور بکن از فضای سیاست این همی حوزی اگر که بگی رول ده گلانی رول ده توجیکیسون ده این همی صدای مردم این همی رادیو آزادی پیشروی خیلی شده است من اکم چی نیست من اگم بلاگیر هم نیست من اگم چی پروس اکم اپاشکا گاب زد نمیدونم چیه چیه راست میگه اوکی مردم اکم وپشی چی نیست اوکی من همی دست سولای چی کیسم همی میام تموشو میکنم گوش میکنم همی چیزاتونا بخدا بهترین نه یکم چیزی جایی چیزش نیست حق های دیستی نه حق های همی یاد ایلوج باشه بیاین در مسکوه در سنگ پیتربورگ بیاید ادامه را روی که یا پیشنیت که بریم که یا چی گفت های خیلی تو ما چی نیست ما که رد اینترس ای که درست اخی ای تری چیزو وفشید با هر کن نمیدونم حتما میرسیم با اوجوها میریم میدونه را این همی تمه ده سوم نمید این همی تمه ده سوم نداده اگه پا چیست نگه افزنم اولا پاشکا گفت ای مسلمان سوم من ای تو سوم هم نگرفتم ای چی هم نیست پروس اکه همی پاشکا گفتم گفشا گفتیم که روست میگه اوکی تغوره یا خیلی این همی از این همی چینزی نمی در چینزی سون چیزی شید این مردم ها بی ها هو هو خیستگی نمی نمی رسید هم یا چی نمی کم روز کدوم میشد یا خب برادر کنده شد بله درست میگه ما که با کسی پول نمیتیم اصلا و این برنامه را ندونیم که کسی رو با پول دعوت کنیم که در میدان برای وطن برای مال خود برای دفاع از ناموس خود دفاع کنیم ما فقط یک واسطه هستیم برای مردم امروز یک ایده در میدان برومدیم مردم را دعوت بکنیم بیاین اگر که میخواین آبادی میخواین آزادی میخواین که دیگر لباس ها ما را پایان نکنند می خواهیم که دیگه تاخیر به ناموس ما نکنند می خواهیم که دیگه به کودکای خرد تجاوز نکنند می خواهیم که طفلکای دوسرویک از بوی مادر سیر نشده مادرشون در روسیه به از دنیا نگذره بیاین این واسطه دنبال لیدر نگردین حرکت سیاسی خودش یک لیدر است اصلا در عموم مرحمت برنامه شا بگیرین پیگیری بکنین برای وطن بسازین هیچ چیز ما میگیم یک واسطه یک با گفتی دیگر یک پیچکه که در پیش هستیم برای شما میرسونیم که مرحمت کنین دیگه تصمیم داده است خیلی مردم است ما که راه مون است برنامه مون است اهداف مون است رفتن میگیریم توکل به خدا الو الو بله سلام علیکم سلام علیکم آقای سلمان بخشش که تلفن ما را زریاد داشت تمام شد دیگه شما که صحبت کرده نتوانستیم بعد خاطردن بعضی آدمایی که بسیار گپوی با همو چور موجی را با پشتیبانی دارن گشتن هم که ادم فقط ادم گنده را پشتیبونی میکنه یک ادم خوب را پشتیبونی نمیکنه فقط گنده بیتا گشته هست یعنی بگفتی شما مهاجره ادم های گنده هم؟ نه مهاجره ادم های گنده نیست بعضیشون گنده های اما بعضی هاش هم گنده نیست نام ملت توجیک رو فرهنگ توجیک رو پس زدگی انا شخصونی که شما انا که بستو بیا از فرهنگ بذاریم برو داخلت شما گفتین که من در یک از دانشگاه های تاجیکستان معلم شده کار میکنم درست؟ مجرونی هستن که از دانش نداشتنشون با مسکوا می با مهاجرت می روان برو داری از یک دقیقه شما گفتین که مهاجرا به فرهنگ و به دانش هست درست قبول بیا برمس بالای نفرایی که یورا به سواد و به فرهنگ کردن وزیر معارف شما گفته که من در معارف کار میکنم در یعنی که یک معلم دانشگاه هستم چه وجدان شما عذاب نمیده که در بالای سر شما یک نفری به فرهنگ عقل و خرد و زبان خوبی مادری نداره وزیر شده کار بکنه شما بیاین دعوا از مهاجری بیچاره به فرهنگ بکنه ما و هر کس
اشیب کیفی داشته دوره آره نه خودتون دوره یگون بنده خود ای برادر در سطح یک وزیر زمان بی سواد است گیجو شما مهاجران رو سنگ میزنین سرول وزیر بگین مجرونی ما بعضشون سواد ندار ای سواد نداشتنشون کی گناهگار است گناهگار کی هستم اینجا بی سواد بودن مردم ده کی گناهگار است مورا بله میگه نیکی فکر نمیکنه که آخرون این سخنی که من بله گفتم عاقبتش چی داره چی داره نیک مردی که اومد گفت که دانشگاه تاجیکستان بی سواد خطو میگه اگر بی سواد میبود چی به خودت به زبان تاجیکی حرف میزنی در دانشگاه از این زمان در دانشگاه تاجیکستان بعضی معلمانی هست که از همون شخصانی که در شما تماس آورد میلیون بار با سواد داره اون دیگه طبیعی است از اون معلم است باید با سواد باشه اون طبیعی باید با سواد باشه اگر معلم پاس زدن چی بگه معلم پاس زدن نه برادر عزیز ما وزیر معارف گفتیم یک نفری بی سواد بی فرهنگ وزیر بالای معلم رو کنترل میکنه وزیره که شما من شما قصوبه دارم شما معلم هستی خودت مهاجرا رو من از مهاجرا دفاع کردم من امروز حامی حقوق مهاجرا میگم که برادر زمانی که در منبرهای بالا بالاترین وزارت وزیر معارف وزارت معارف و علم که یکی از شاخه های اساسی ساخت دولت داری ما است یک شخصی بی سواد و بی فرهنگ است کجا میبینی مهاجرا را سنگ میزنی و بی سواد میگی در وزارت چون این نفر شتگی است چرا او را اول سنگ میزنیم عارف یک خطوی داره که جورتا در یک کنفرانس جورتا به زبان روسی سخن میزنه که بله به زبان روسیش کمتر زبان مادریش هم خوب نیست زبان مادریش هم خوب نیست ای زبان مادرش دونو است نیکی زبان روسیش کم تر است نه برادر بیا یک کنفرانس تشکیل کنی شما هم چون یک معلم بریم گوی آقای وزیر مردم دعوا داره که زبان فارسی و تاجیکی هم نمیدونی بیا یک کنفرانس بکنیم خطی روزنامه‌نگارا صحبت که قبول میکنی مالش قبول میکنم تمام ما انتظار میشیم شما بنویسین در صدر در لیچکای ما در نمره صدای مردم که من فلان چیسلا فلان تاریخ خب روزنامه‌نگار دعوت میکنم با وزیر یک ملاقات است قبول قبول دوستای عزیز هموطنا دوستای عزیز شاهد باشه که اینمی هموطن اگر که زید نباشه نام و فامیل بگین و کدام بخش هستین در کدام وزارت کار میکنه تا که ما بدونیم که واقعا کی پیشنهاد میکنه من این حال در دانشگاه همه خیلی سمی پاپولر دانشگاه که در مسکو هست ای مسکوسکی اونیورسیتی مسکو در من قرار دارم در خوبگوی همین مسکو در فاکولتیتی میو تحصیل میکنم وزی برای اختصاص من برداشتن لیکن من در دانشگاه ملی تاجیکستان من با معلمی زبانی انگلیسی تحصیل بهترین درس می با کم کم او وزیرا را یک کم کم زبانی خارجی رحمان و فیاد بته نمیشوه کیو را درس دادن در کو رحمان و امام رحمان و فاروس تام وزیر معارف رئیس کمیته اندوز رئیس کمیته علاقه را نمیشوه درس بده کم کم نه که نگاه که اگه ما شما روبر دولت را شما سخن کردیم ما از چند تماسای شما را گوش کردم بعضی ادامه هست که رژیم میگن نه که در رژیم هست و چی معنی میفهمند رژیم از روخه یک رژیم دیکتاتوری از تاجیکستان آخی او رژیم هست ما رژیم هست دیگه که بگوه فرق نگی جو در رژیم رژیم در تاجیکستان هست بزرگ جد یک اویله دیگه کسی نمیتونه کنترل کنه مجبور کرده که ای تو برا بخونیو که براو خیلی که براو ترکیه ای بچه گفت هنه گریزان میگم یک درس بیا تشکیل بکنیم اینه ما کمک میکنیم همون وزیرو را کم کم درس بتین قبول میکنیم همچون یک زبان انگلیسی برین درسشون بتین وزیرو را درس میدین تمام بس ما سخنان نه آخه اول شما ها بگه که ما نویسته کنیم که واقعا بعد از یک سال بعد از دو سال رحمان روف میره سازمان ملل به زبان انگلیسی گپ میزنه یا که در یک کنفرانسی با نفوذ دیگه نمیگه تروریست اکستریمیست و دیگه هم مشکلات اصل قضیه را میگه قبول است روبر دولتی ما بواره داریم که زبان انگلیسی را همچنین میدونه اگر زبان روسی را بدونه از این بر میبرم میرم اون انگلیسی را کنار بگذار تو آی هی تو بخدو با اکای سلمان هیچ وقت این بر نمیپرت و نمیره برادر عزیز اگر همین رحمانوف زبان خوبی روسی داشته باشه مطمئن باش خوبی روسی پرفکت نگاه که اکای سلمان یه سوال او دیگر را من میتیم باش مو من حیرون شدم برای که من در یک سایتی چیز دیدمش دولت اسلامی بر اومده گه که همین چیز رو دولت اسلامی با عهده گرفته است چرا؟ چی با شما در اموستون در همین صدای مردم نگفتین که این قضیه که در ترمه خوجان بردد این حدیثه را دولت اسلامی با عهده گرفته برای که دروغ است چرا ما چیز دروغ بگیم با مردم نگاه که چی با شما رحمان رو
شما اصلا سگ اساسی همون دولت اسلامی بودین که باوده گرفتن همین ای برادر رحمان حکومتی رحمان کانتاکت پیدا کرد گفت که بچه شما بنویسید که ما شرمنده شدیم در دنیا ابا چای قضیه میگذره قریب یک ماه بعد دولت اسلامی بدور میشوه دروغ میگه او دولت اسلامی گپ هیچ کار نمیگیره شما اگر کانت لاجیستیک فکر کنین دولت اسلامی زدگی بازیتون اخی هیچ کنیسه دیگه ایو یگم چی نمونده دیگه کدام سایتی رسمی میگین در دنیا خلاص شد دیگه همون رحمان فر دیگه همون گروه تامو سایتی رسمی دولت اسلامی ما شما را روان میکنه چی خیلی سایت شما سایت دولت اسلامی شما ندونین ای بچا همو یاتش گلمرود حلیم فکی همو افسر پلیس نامو امام بود گرفته گه اخی همو درجه می رحمان فاس شما سایتی اصلا دولت اسلامی را میدونین شما ها اونم گلمرود حلیم فهموجا هست کو خای همو است نه آدم گلمرود حلیم ایموجا اون هم قماندان امام بود کو رفته گه موجا کو فراموش کردی بچه شد از زندان کشتن کو ما شما افسر سایت دولت آخه همو هم یکی از قماندان های کلان های دوجا نمیدونی خودت او قماندان دو قماندان نیست دولت اسلامی دوباره آبا چا افسر نه رفتگی نوار کدگی در اونجا خدمت میکنه زاچی نمیدونیستای ای... تو که دیده نه گپ گریزونده سن نه نگزیر نگریزونده سن رحمانو با مو کانتا کردن گفتن این بچه تو سر تبوزم با کلا بگی شرمنده ایم باید از شما را چند موجیر توجه گوش داره آن در ماست فدراس رسیه نیکی شما برای را تعلیم نکنه که این تیرکتی که در چی در زندونی وعدت که پیش این در خوجان شدگی نگفتن که ایرا با اودار فدای دولت اسلامی برای که دروغ هست چرا ما مردم دروغ بگیم ما دروغ گفتن که حکومت کردن حکومت تویزونه که این دو حکومت واقعا حکومت کردگی از اثبات میکنیم براین کامیرا را ببین نوارو را بیاریم پس چرا کامیرا نوارو نیست اگه جای از نوارو زنده که پر از کامیرا است چرا نیست اگه اونتا در شهر مسکو همه ای ای بچه تو مسکو را کنار بگذار زندان کامیرا های زندان گجا شد اگه حکومت تویزون دیگه کور نداره که میره در زندان ای بچه اخی کامیرا ها گجا شد کامیرا ها زندان پرست دوربینا داره نوارا چوه نمی برو نباشن بگن خشونا اثبات کنن که ما جنایتکار نیستیم چرا نمی برو ما یاد و دنمو کتون یاد و نیستیم سایتی دولای سوان بنایستیم آتو ویل که او را کنار بگذار نوارا چوه نمی برو نوارا چوه نوار نیست ما گپی نوار نگیم آه بچه خب سلامت باشی برای که دیگه به معنی از خطی صحبت کردن نه معلومه را درس میتی نه وزیر را درس میتی نه نوارو را برای ما میگی اصلا با امید بلند گپ میزنی برادر من در دروب با میلان میگردیم به سوال جواب تی نوارو گجاش نه نوارو نوارو شر نماد اگه میدون نوارو جدا اگه جان میدونی اگر که ندونی پس چی دوام میکنی من میگم گناهگار هستن اگر ما دروغ بگیم نوارو را بیان اثبات کنین تمام برومده است که این باوده گرفتگی دولت اسلامی ایت ویلک رسانه های بردروغ مرا گوش کن نوارا اینا حکومت تاجیکستان طبق رسانه های خاورش رسمی است نوارا را بگیره از همونجا بیاره بگه اینا گروه بسیار شما دروغ میگین اینا از کجا تشکیل شد عملیات چرا کشته شد میشوه وقتی که اعضای دولت اسلامی این در این زندان بد اخلاقی کردن خیلی تیره کردن بعد حکومت تاجیکستان محکومات داخل دارش میستن نگاه میکنن که زندگی چند داشتن مجبور میشه که اگر رو هیدگه شگرفته این پدنالت دولت سنوه با قطع رسونه ای خیلی از حوال یا سوال یا سوال مایل اینه بگذار همو با کلا بگریف همون نوارو گجا شد چون نوارو نمی برو نوارو که کشتن با مردم بودن نمویش بیا باید خشانه اسم اینم ما میگیم که اینم ما امروز ما شهروندای تاجیکستان ما بچه اعتراض بکنین ما حق داریم که ای حکومت تاجیکستان این جنایت شما کردگین تو میگین نه نکردن پس مرحمت حکومت تاجیکستان بگیره نوارو را پیشنیاد بکنه که نه ما نکردیم اینا نوارو اینا اصل قضیه تمام نگو کنین اکای سلمان وقتی که نوارو را نیست که دولت سلمان کشتار شدن دیگر اخی چیزی منم اخی چیزی پوچو به من اینم منم میگم اینم من فردا در رسانه میبرم میگم حکومت تاجیکستان همین کارا کرد یک رسانه این رسانه سایت رسمی گروه 24 امروز قبول داره همه میگم که حکومت رحمانوف کرد تو میگم که یا دولتی که دیگه اونجا نامش نیست اگر افور میشه چی نیست اصلا هیچ کلام ما را کشتن فقط گلمراد حلیموف شاید باشه نباشه خدا خود شاهد است او هم که امو از زیر حکومت رحمانوف رفت هم وجود با کدام برنامه هم غیر این کنه کسی نمیدونه تو امروز و کلای همو جنایت هم میزنه من میگم نه کلای حکومت رحمانوف به خاطر چی به خاطر اینکه نه اسناد است نه نوار است نه فکت است پس بیارین نوار و اسناد بیارین گناهتون را پاک کنین قبول است اینا نگاه کنین یک تا دیگه شو تیرک دیگه در دنگره شد
برگشت اومد اون حکمت گناگور برواردی حکمت گناگور در همون حالت هم اون نوار را کی گرفته چرا در اوجه نوار بوده و در زندان خوجه نوار نیسته چرا در حالی که در اوجه چلو بیابان شما نوار پیدا کردین اما در داخل زندان که پر از نوار است چرا نوار نیست پر از دوربین است قبیلی رپردیو جوری کامیرا کردن نکی دارو زندان هر که نشون متا کی چیکار کی دولت ای بچا زندان آب بچا او برای اثباتش باید این کارا بکنه تو نمیدونم معلمی میگی در کدام اوغلخانه تکل میخونی اگر تحقیر هم بشه ما سوال زبان مادری خلیفسان برادر عزیز یک سوال خوبت میتونم اگر کی حکومتی تاجیکستان دعوا آزاد که من نکردم پس مرحمت کنه خواهش کنین امر کنه نوارا به مردم پیشنهاد کنه گونه را بزنه بالای سر همو دولتایی که میگن قبول دولت تو این نمیگه شما چی به دولت سلمی را محافظت میکنه که وقتی من محافظت نمیکنم من محافظت نمیکنم خاک در سرش نیست همو چیز نیست دروغ است تمام شد رفت همه را کشتن به خاک اکسون کردن همو اصلی هدفش همین دیکتاتور اومدن تشکیل کردن خب من این حفظش نمیکنم با میگم که بیگزار همو کرده باشن پس نوار را پیشنهاد کنم به مردم جواب نداری مسئله دیوم جواب نداری مخیم که وزیر معارف این بس که جواب نمیتی وزیر معارف زبان تاجیکی و روسی خطی حرف زدن نمیتونه باورش میکنی یا که نه و زبان تاجیکی رو میدونم نمیدونم مطمئن باش نمیدونم نکی زبان تاجیکی رو ایموش همین لاتوکوبوزاتیا چی میشه و لاتوکوبوزاتیا لابای لاتوکوبوزاتیا لاتوکوبوزاتیا ها اکی لاتو کا همین عباره وای چی معنی داره وای وزیر معارف وای کنید مدیر بخش فرهنگ وای کنید آقای پروکرور جنرالی وای کنید همین عباره وای چی معنی داره اکی شما گاشن یک نه اکی دیگه دمود هم یه آدم گفتیان که ای بچهش گفته ها اکی چی میگوی گفته هم اینجا درخ بودم در نگاه که گفته ای بچهش مشکی نداره کلام شما سایگی میکنه همین خطه هم میگم بگی خیلی همه بومونش همون شدید دیگه نه سری هدف میریم در سورا که شروع میکنی برادر در سورا انشالله با وطن برگردم آها ما باشمون ای بچه دیسرنه دا اوگو شما سایت دیسرنه تمام است ای بچه درس بگذور میزنیم بگذور میکنم من مکتوب می نیستم آها اینکه یه شروع باشمون وقتی من دست از شروع کردم گروه 24 که صدای مردم این که تمتو که دروغ رو نشغ میکنه که سخن میکنه این که یکی بیقلش بعد از سخن گفتن ما یک پیدا می شود اکه میست یا اون وزیرای بی عقلای شما نیست نمخ نه سوال مال ما تم می دو از بعد سخن ما از ادمو می برو میگه که این کورماندی امنیتی ام وی دی چی این گفت ادم دیگه گام نمی و کمیته امنیت گناگور میرا ما را با کورماندی امنیت و با ام وی دی و دیگر چی میگه نه کی فکر نمیکنه کی ما شهروان تویسون ما حق گفتن دورم وقتی ما خواستم گب میزنم خب درست های خواستی گب میزنی درست های نیکی سوال را جواب نمیتی در اولاد میگم که همی درس حتما شروع کن برادر هموطن درس شروع کن رفته چی کن باره دارم درست شروع میکنم نیکی نیکی گروه بیشور چیخ باید درست شروع کردن اما چیخ چه شرط میمونه که بعد این صدای مردم دف شود همون زمانی که اگر همون رحمانوف رحمانوف بیاید در زیر چه درسی زبان انگلیسی بخونه میریم از همین منبر قبول است ما رحمانوف میگه رحمانوف او هم نمیدونم خیلی بچه زبان تاجیکی فارسی انگلیسی هیچ زبان رو نمیدونم فقط وای کنه دیگه همون وای به انگلیسی بگو چی میشه به روسی معنی نداره به انگلیسی چی میشه وای ها وای که زی میشه هیچ بگو چی میشه خب سلامت باشی تشکر زیاد دست در نکنه خیلی از شامی خوشحالم کردیم و با همون صحبت ها و با همون جوابات ها و خواهش میکنم که این مهاجره را تحقیر نکنه در اخی مهاجره مهاجره زمانی به سواد میمونه ما و شما گناهگار نیست مسئولای کشور گناهگار است که این مهاجر به سواد میمونه و انا همون راهبرای کشور راهبرای وزارت و اداره ها گناهگار است اولا ما بریم انا همون وزیر را ببینیم در چه سیماش یک شخصی به سواد رئیس کمیته را ببینیم از او بدتر رئیس یک وزارت از او بدتر گجا به مهاجره که بیچاره زندگی نداره خانه نداره در نداره مجبور است فرزندش کسل است پدرش بیمار است مادرش از دنیا گذشته نداره یک پیسه که دوجه زندگی کنه می بیا مهاجرت می بیا به سواد میمونه او بیچاره گجا شما دوام میکنین او را سنگ میزنین گجا مردم مهاجر ما سنگ میزنین
نه مهاجران شما نگاه که پاس میگن که مهاجران شما پاس میزنید دیگه من نمیخوام صحبت ادامه بده خاطر خود زیرو که در یگام سوال ما جواب ندادید در یگام سوال ما جواب نگرفتم سلامت باشی تشکر زیاد میتونه که ما رو با دیگر رو پیوست کنی توسط واتساپ الو السلام علیکم و رحمت الله و علیکم سلام سلام خوبی برادر سلامتی خوب سلامت باشی تشکر زیاد امیدوارم شما خوب باشین السلام علیکم و کلی مردم تاجیکستان حتما که گوش میکنن برادر جان یکم موضوع در چی بود؟ موضوع در برای جوانایی که در فدراسیون روسیه چند روز پیش دیگه اصل قضیه را میدونن که لباساشون را برآوردن و رسانه‌ای کردن بله بله برادر جان پیش هایی حقیقت گوش کردم یک برادر دیگه هم برو مد خچه معلم گفت گیم سنگزنی با مردم با کل جوان تاجیکستان بود برای که زیاده در تاجیکستان خیلی ختم بدنه که ای روسیه که اوزی امین چخی فهمونو شما در امین گیم که مالی که جوش سلابیگیش اوز در تاجیکای ده امین یکی تیرالیس میبرورن یکی اکستریمیس برای که در تاجیکستان بایم خیلی کدیستیان بونو که در وطنمون ای که بد میکنم برادر جون با شما همه وقت تیوری بینه که در تمام میدیا دولت ها خوش میکنن همی خیلی هست؟ بله این طبیعی است دیگه وقت که در وطن خودت که برن سودت کنند یا سلافی یا شیعه و یک تهمت بگیم جوان های تاجیکستانی که هستن در حقیقت که یا سپارتمنت هن یا که در حقیقت گپ میزنن در یکم هسته که در یک دهایی که با بچه پسرهای هستن که بگیم از خودشون بگیم که اوورنی هم در بگیم میتونن که بحث کنن حقیقت در حقیقت خودو ترسن بگیم که در همه درجه خوبترش که حرکت دارن در دستوی که جوانو یک جای شوند و مردمی ما الحمدلله بگیم بلو رو در پیش روی رو پیش روی کنن تویست برای همین این توجیکوی ما همین حقیقت میبینن جوانوی که هستن همین نو ترسن یا بگیم در حقیقت میبرن بحث میکنن همین میبرن سلافی و شیعه در تاجیکستان یا تروریست اکستریمیست تا بودا کنج زندان کدیستن همین خیلی هستن برادر جون بله 100 درصد بله در روسیه زیادش بو میترسه بشه روسیه میگریزه میاد بو هوایی هم در روسیه میان تهمت و خیلی دیدیم که چیو که در امو اینترنت و عکسایی که دیدیم برادر ما بگن ایزروشن بورده ای زدگیان خیر ای اگر که ما امید انسان خونی توجیکی داشته باشه در حقیقت امید یک گرم اگر خونی توجیکی و مسلمان باشه هوای در دردش میکنه مردان جون این طول که بگیم ما دایو خود دایو یک کسی گده ما که ما لیچ نه ما خود میام مبوریزم مردان جون ما مبوریزم میبرم و حقیقت هست یک چیزی که مودا نمیرسه در یک نفهمیشیه در بین ما توجیکو که ما دیگر فهمی نمیکنیم ما فقط اوزی زیاده جوانای ما تیار نکدیستیان و جه تیار کدگیان شنه میبروین سنگزنی میکنن های درگی میبینن عذاب هم میبینن میبینن که برادارشون برده تهمت کده ترمه کنج زندان کدیستیان و در روسیه این بعد اوزی روسیه اگر پریمیر پوتین بیا بردی اگر پریزیدنت شدنی باشه در بین توجیکا میبرد ترمه میکنن تیرالیست کتا یا اکستریمیست کتا میبرن 15-20 توجیکا ترمه میکنن خیلی در حقیقت میبینیم خودمون بگیم چشم داریم این میبینیم نگه من معلیمم یا من یکم کارگری دولت می اومد درسی می همش دروغه یکم معلیم نیست و بچه یک گبزد و داشت به معلیم هم تخوری نمیگیرد و گبزنی باید بین اگر بو که معلیم باشه از نشید من دریکتری هم مکتب بشم بله و یک گبزد نمیتونه سخن کده نمیتونه و بگیم که سخن توجیکی کده نمیتونه در ادبی گبزد نمیتونه چه معلیم های اگر که در حقیقت وای معلیم باشه ما از نشید دریکتری مکتبم و در بگیم تاجیکستان در جایی که دواز و رادیو در امیتی رو که میبینیم همش توپوی هنه اونتری گفزده نمیتونه نیخ خصوصا با تاجیکی با زبونی با روسی تویست با زبونی تاجیکی خشون صحبت کردن نمیتونه برادر جان از گیم بحث شما قطعا یک بار پیش از من یک برادر قطعا صحبت کرده بحث کرده که با زبونی روسیه میدونن یا انگلیسی را با زبونی مادری خشون نمیدونن برادر ادبی گفزده نمیتونن
بله فکر است؟ بله بله هم فکر یو اینکی بگ بگ ظروفی اروبا کش در روسیه اروبا میکشی اوزی گاب میزنه اوخی میگه که با قد کتاب میخونم ونوتری حل میکنم خواه دیگه او مسئله های ونوتری دایی او را نرحال نمیکنی خیر برادر جون بعد یعنی بگیم که در ماه شریف رمضان 32 نفر که کشته شده بود یک تاش خوب میشناختم ایشونی قاضی دملا قیام الدین قاضی کجا معلومات اگر باشه بفرمایید یک چی که صحبت کرده بودیم یک بار تلفنی کردی همین مرد وقتی که بار اومده میگه که ما حقیقت یک نواری که بر اومد میگه در حقیقت ما این بگیم که کشته شده رو ما چی کردیم جنازه کردیم هم که بود یک ویدیو بر اومده بله 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 این ویدیو در حقیقت دروغه یک هم جنازه نبود این اوز 1700 آدم دوست در بگیم قیامو ایفیرای در حقیقت یکم خیلی جنازه نبود برادر جان این انسانایی که بر اومدن بگیم گفتن که ما جنازه کردیم یه همش دروغ های در سایدوی که میبره دروغ های در حقیقت اینا بگیم زستوید کردن در یا در تاجیکستان زیاد عذاب دادن یا هم فهمیدن ممکنه برادر اون نزدیکاش هم بودن نایشون رو فهمیدین مرد زن میکنه مرد مرد میگیرن نکاح میکنه زنش میکنه اینا والله قسمالی زیاده تاجیکایی که ما نمیدونن بیچاره زیادش هم گوش میکنه نمیدونن تاجیکستان چی خبر بعد در تاجیکستان برادر جان کارگرای امنیت زیادش مسلمان نیستن اینا به نام پروردگار الله قبول ندارن ولی نمیدونن زیادش نمیدونن فکر میکنن که تاجیکستان همه مسلمانه همی بگیم در کرسیایی که بولش تگن همش کرسیان رحمان خودش پروردگار قبول نداره ایشا بفهمید چیپ در حقیقت رحمانوف کافیره و قبول نداره خدامنده پروردگار قبول نداره اینا تمام کل بود مردم تاجیکستان دونه که اینا از همون مردوی هستن که باید مسلمان نیست نابود کنند یا به یک روحی که سطح حجاب میگیرن یک سال پس یک سال دیگه میبینی که ریشه من میکنه یک سال دیگه میبینی که بگیم لباس پوشیده سر کار میگیرن اینا همش بگیم تکراراً با میدان مده ای پشتی همین دین اسلام هم که در تاجیکستان باید دین اسلام نباشه خب برادر پس در او فکری که او دعوایی که او برنامه‌ای که کشیده شد او از طرف کمیته امنیت با تهدید بود تا که همون جوانا بالای دوربین بیان و بگن که بله نفر جنازه کردن در اصل جنازه کلا نبود دروغ است نه در حقیقت نبود مخدوم از جانشون در حقیقت جنازه نبود در همون سر قبر از بگیم 100 نفر زیاد بگیم کارگرای امنیت همونجا بودن که اگر برای جنازه‌اش نه فقط اگر روش بکشوی مشما بگیم به قتل میرسونیم میگیم که پس او عکسایی که برآمد از طرف خیلی کمیته امنیت برآمد بیرون نه از طرف خانواده‌اش نبود نه این اصلا خش تبر هستن اما ادمو انسانی که گپ زدن اینا حقیقت خش تبرن نه منظورم عکسایی که بدگ رسمایی که برآمد بعدن از اونجا کینویی که کردن کینو بودن یک کینو این کینو در حقیقت این دروغ است برای که اینا بگیم زده و کوفته اینا چیکردن خیر در تاجیکستان خود میدین برادر جون که اگر 10 ساله باشی مرده لنینگا با کلام میگیری بله اگر 10 ساله باشی لنینگا مرده یعنی که 10 ساله باشی مرده لنینگا با کلام میگیری درست بگیم مردان نکوم میکنن مرد در تاجیکستان زن میکنن نکاح میکنن میگیرن در آخر چی گفتنی چی پیشنهاد داری چی پیغام داری برادر بفرما در آخر میگم که برادرایی که هستن داش میترسن در سایت های این اخه گروه های 24 یا صدای مردم که هستن داش میترسن بگیم پدپیسات سکنن نه تو کلاس موندن که پدپیسات سکنن هیچ که دیده نمیتونن که هست بله بله برای که باید پدپیسات سکنن که کل مردم تاجیکستان باز زیاد فهمند در حقیقت حقیقت ها دانند که حقیقت که جای خیلی بگم که من نمیگم که شما 100% من هیچ کده گفته نمیتونم کرومی پروردگار من فقط شما میگم که شما 89% بگم برای خودتون راست رفته است من یکم کسا 100% دادن نمیتونم خیلی هسته برادر جان دیگه اون فکر هر یک هموطن هست بله این نینی همه اوزی مگر ما بگم 100% اوزی برادرون بخیزن میگن که ای زنه چی
من خودم در 100% دادن میتونم. بله. گارانتی. یا تو که خودمان میدونم که در دل نیتی ما چیه برادر جان. بله. خب برای همی سلامت باشی برادر. کمتر صحبت کنیم نمیشه ممکن نیست؟ و خیلی کم از خوب بفرمه اکشن سویه دیگه وقت خیلی کم دیگه خیلی دیگه بفرمونم که همین در حقیقت برادرو میگون بگیم یا دیگر نفهمی نکننده میگون زیادرش که هستن یا ملتچیگی نکنن در کجوی که نباشن در روسیه نباشن خود در کدوم کنج دنیا که نباشن ما بگیم خویش میکنم این برادرو که ملتچیگی نکنن و برادرو دستگیری کنن تویست ای برادری که بگیم ایزوروش نبروردن بگیم اذیتشون دادن ای در حقیقت خب برادر دیگه خط شد سلامت باشین. خب دوستان عزیز آخرین زنگ تلفنی را قبول نکنیم بعدا خداحافظی میکنیم چون وقتی مرم دوره دوستان صبح آخر میرسد. الو سلام علیکم. سلام علیکم رحمت الله. و علیکم سلام. خوش اومدین به برنامه صدای مردم. بفرمایید. سلامت باشی برادر سلمان. و همو معلم گفتنی بدون برادر همو گوش کردم گفتی خیلی عصبانی هم شدیم. مو نباید در این مسیر عصبانی شدیم برادر. این یک چیزی عادی است. طبیعی است. باید باشه اینجوری نفرها. نه راستی در چیش عصبانی شدیم در حکومت کردیم زمین خود یه کم تر و بعد بسیار دروغ نه با معلم سخنرانش آنان بود نه با آدمی که انگلیسی دان اون از همون ده مرده های همون دنگره های بوده در دیگر بود از و چند سوال های خود دادی سوال ها را یکم سا جواب هم دادن نتونیست لیکی یه خود نام باردارم که گوش کردیست که من سوال روش دارم که کارچه از کجا پیدا شد برادر از زندان هر یه برادر را بلید. بله بسیار سوال عجیب تشبارم و فراموش کردیم نو حالت بسیار سوال عجیب برادر عزیز بعد چی گفتنیم برای مردم کجیر که بینید که این بدبختون ما را شما را چخیل از ما و شما واقعا هم بیزاره نه بله خدا میگن که امید هفت رو کم شوابه و خوده همین رو از بله درست اینا اصلا در فکری پیش روی ملت نیستن اینا اصلا در فکری نیستن که تاجیکستان کمی آباد شوه اینا آبادی را در چور نمیدونم چور همون دومی چور ببینن گلوی که همون ملیم از خود که دوبار دستگاه همون سموی که از خیتوی قرضشون میگیرن با یا میروان گلشون میخارن همی چیزه که یک بله بله اینو اصلا هیچ در فکر ملت و مردم نیست بازی بچخیره که برادر پیش از من صحبت داشت که اینو مسلمان نیستم واقعا هم اینو هی اگان تش مسلمان نیستم نو هشتوت بایزی همین دردارانی امنیت اصلا عموما مسلمان بله. از می فرصت مناسب استفاده بردنیم گفتنیم که خانه های ما نرویم و امنیتی رو گفتنیم خانه های مخالفی نرویم اگر پدر مادر برادرهای ما را بکشینم و از این را برنامه کردیم زنده باشیم ما تا دم مرد مبارزه ما نمی بریم تا ادم که رحمان من تو اگر رحمان و اولادی کایک ها از کنیستان نبرای نروند ما از این را مبرنم بهترین همون که اولاد مورد بکشین اگر هم از این را مبرنم زنده باشیم رفتن تون خانه ای ما هیچ بایده ندارد بله خب دیگر باقی در امان یالو باشی خدا من نگه بود سلامت باشین تشکری زیاد خدا من نگه بانتون باشه خب ما خوش میکنم این اکس در اکرانی پرا گذارین یک مردم ببینند در اکرانی رو پرو گذارین هموطنان یک خوب نظر کنین همو تعدادی شماره را از نمره یک تا سه که شهروندای ما میستن خب سلامت باشیم میتونه که مرا روشن کنیم
خب در یک عکس میبینین یعنی که نفرهایی که یا که شهروندهای کشورهایی که در سال 2018 شناسنامه روسی گرفتن و بالا اون نفر به نام همچون یک معلم تأخیر برای ما و شما مهاجرا کرد. یعنی که تاجیکستان در سیوم جا قرار داره، این هم باشد 35732 نفر در سال 2018 شناسنامه روسی گرفته است. چی معنی دارد؟ چی معنی دارد اصلا شهروندا فرار کرده آمده شناسنامه یک کشور دیگر را گرفتن در حالی که چقدر ظلم بالاشون میشه، چقدر ستم میشه و واس هم نبیان قبول میکنن؟ چی معنی دارد؟ بخاطری که در کشور ما زندگی، آبرو، فرهنگ، عزت، شخصیت اون نفر حفظ کرده نمیشه، مردم فرار دارن. تصور کنید که در یک سال از سال 2000 اگر ما حساب کنیم اومدن گیره تا امروز چه قدر شهروندای ما اومدن مهاجر شدن، چه قدر یا میبرویند سنگ میزنند ما و شما را تأخیر میکنند، مهاجرای به سواد، مهاجرای به ایل، مهاجرای به فرهنگ، مهاجرای که 50% بودجه کشور از حساب این مهاجرا است. 50% تمام معاش شما معلم ها دعوا دارین، اگر معلمین کارگری امنیت دعوا میکنین، کارگری امنیتی، کارگری حفظ حقوق دعوا میکنین که دفاع از حقوق انسان میکنین، معاش شما اکثریتش، فرزندای شما نان میخرن از روی انا همین بیچاره ها، از روی انا همین به سعودی که شما میگین بجای رحمت، بجای سپاس، بجای در آغوش گرفتن، بجای آمده آبرو یارا دادن، بلند کردن، یارا عزت دادن، آمده شردومه ها، جای های کاری تشکیل کردن، تأخیر، سنگ زدن، دشنام کردن، ای است سپاس شما، ای است شما بر این معلم و آموزگارو، ای است؟ بجز از تأخیر، بجز از کبر، بجز از غرور، بجز از بخیرت بدن چیز دیگه در سیمای شما نیست. مهاجری که 5000 کیلومتر زن و کودک، فرزند، مادری پیرش، پدری بیمارش، کودکی که تازه تولد شده است ترک میکنه با ماها و سالهای طولانی میبیه مهاجرت، بزمی همه این سختی، باز تأخیر، باز گبهای قبه، باز سنگ زدن، باز به علم گفتن، به فرهنگ گفتن، ای از عباره شما دوست داشتنی وطن، ای است شما معلم ها، شما آموزگار ها، شما نفرهایی که از حساب یا زندگی میکنین همه خدر عقل و خیرات پیدا کردین. ما در بهترین دانشگاه روسیه آمدم نامزد علمشون، حیفی همون نامزد علم بدن، حیفی همون عنوانه که برای شما میتین. اینه ای از نقطه درناک ما را اینه خیلی تأخیر میکنن. با همون خاطر ما در بالا گفتم که از بیگانگان ننالین، دندانمون از طرف کشورهای خارج سفید نکنیم. این عاشای اصلی مشکلات، این هی عادی ترینش. اگر واقعا راست میگم، من که باور ندارم، من میدونم که کارگری کدام کمیته هست یا که در سفارت روسیه نشستگی چیکار میکنه، اما حجت میفروشه و شناسنامه تاجیکی میفروشه، دیگه چیز دیگر نه، از همون طبقه هستن. اگر که آموزگار باشه، اگر که معلم باشه، مگر فرهنگ یک آموزگار، فرهنگ یک معلم، فرهنگ یک نفری که جامعه را سالی میگردونه، طفل نوزاد، طفل نورس، جوان مرد تعلیم میکنه، تعلیم میده، آیا همه هستی فرهنگ شما؟ همه گونه جوان تربیه میکنه؟ پس از چنین معلم های بخیرت، اگر که واقعا ما کوام را در نظر ندارم، این همه گونه شخصیت هایی که سنگ میزنن، پس انا همه خیلی مهاجرای بیچاره کمتر از علم دور میبین. و این هم از مجبوری است. اگر کشوری سالی میشد، اگر دولت یورا دفاع میکرد، هیچگاه بیرون نمی اومدن، مهاجر نمیشیدن، هیچگاه در سختترین شرایط زندگی نمیکرد، هیچگاه ازارهای او کشیده نمیشد، هیچگاه او را در نمایش نمیگذاشتند، در تلویزیونهای رسمی روسیه نشانش نمیدادند. اگر جای کار میشد، اگر معلم های واقعی میشد، کادرها متخصص های خوب میشد. این بار دیگر یک پیغام بود از طرف خب دیگر طبیعی است که کمیته امنیت است، ساختار است و حکومت جمهوری تاجیکستان با ما و شما هموطنان و مهاجرا بود. قبول کنین پیغام، قبول کنین و در غم شما باز هم شریک هستیم. دوباره باز هم همون تأخیر بالای ما هم است. پس فکر از خود شماست، تصمیم در دست خود شماست، گفتن است میگذریم میریم. هر چیزی که بود ما برای شما گفتیم، هر امری که بود، هر پیشنهادی بود، هر گفتاری بود، هر پرده ای بود ما برای شما باز کردیم. دیگر او طرف روزه دست خود شماست،
چیگونه قبول میکنین، چیگونه این اعتراض، چیگونه این تحقیر، چیگونه این سنگزنی را قبول میکنین؟ هر پرده ای بود که براتون کشودیم، شاعر میگه که باش تا پرده کشویم زی مکانی دیگری، و ما کشودم و پرده را برای شما از هر وزارت است، از هر اداره است، از هر کمیته است، از هر جا ما پرده را باز کردم، اصلی مشکلات را گفتم با دلیلش، با فکتش، با اسنادش، اما تصمیم در دست خود شماست. چی دهد شرح نواها بر جنگ است؟ هنوز از صحبت های حاج عمر سر کرده تا امروز قضیه ای که ما را به آبرو کردن در یک کشوری خارج، برای شما مثال آوردم. دیگه چی خیلی قبول میکنین؟ دیگه یک گروه در کامنت ها منویسین که یا پل میتین. ما که مثل حکومتی رحمانوف نیستیم، برای یک مخالف از بین بردن میلیون ها دلار مصرف کنیم. ما که این برنامه را نداریم. هدف ما با جامعه را باز هم فساد کردن، باز هم جامعه را بدبخت کردن نیست. با این خاطر ما در میدان بلند نشدیم. ما نامدیم که باز هم دوباره ملت را با کروپسیا، با پل دادن، با چی آمخته میکنیم. اگر اون مبلغ باشه ما میدونیم در کجا مصرف کنیم. ما میدونیم در کدام سلاح مصرف کنیم که کدام تلویزیون شبکه رسانه باشه که بزنه سخنی حق جگر شما را شکاف کنه، داخل شوه میلیون ها را به میدان بروره. شما با این ایده فرسودتان میخواین مردم فریب کنید، میخواین مردم سنگ بزنید، فکر میکنید همی هستای این نیست. اصلا مبارزه میدان مبارزه چیز نیست. ما فرق میکنیم از حکومتی رحمانوف. و در آخر یک کیوس، یک سوال به خود حکومتی رحمانوف میگذارم، به خداحافظی میکنم. خب نشسته که امروز در تاجیکستان رخ داد، سران کشورها اصلا زیاد سازمان ها به خاطر امنیت و بعضی از برنامه های آسیا بود، و مهمان ها از خارج کشور، روسیه، ترکیه، چین، پاکستان، هندوستان، خب کشورهای همسایه و ایران هم اومد. ما یک سوال دارم به خود رحمانوف، بعد از این قدر تاخیری که بالای کشور ایران کردین، بعد از این قدر بهتان، این قدر سنگ زدین، این قدر روزنامه ها، مجله هاتون، در تلویزیون هاتون در رسما نوشتین که شما جنایتکار هستین، کشور ایران یا که خب امنیت ایران دست دارین به جنایت هایی که در سال 91 92 97 در تاجیکستان رخ داد، قتل و کشتار شخصای بهترین در شما دست دارین. بعد از این قدر تهدید و تحقیر و سخنهای پوچ و بی‌معنی، امروز چه با رئیس کشور ایران دست به دست کردی و با رهبر ایران، کشور ایران دستی به دست کردی، در آغوش سلام کردی و ما گرچه دو ملت، دو کشور ملی اما یک ملت هم گفته حرف زدی؟ چی گونه سوال؟ شرم با نفرایی که دفاع میکنی رحمانوفا، آیا با چونین طرز بناموسی دولتداری کردن میزه؟ آیا یک نفر همه برای قدر سنگ میزنی میگی برادر جان بیا در آقا شد گیریم در آخر؟ البته که چیز نیست، نه؟ البته که همه خطا اجازه نمیتید برای همی کورا بکنی، تمامی تحقیر را بلاش میکنی، میگه فلانی تی قدر بدبخت هستی، تو تمامی مشکلات خانه ما آوردی، مولی مرا دز دیدی، تجاوز به ناموسی فلان کردی، هر کورا کردی، بعد از یک روز میری در آغوش میگیری میگی ما اگر که خب یک دو دولت همشه اما یک ملتیم؟ این سوال برای شما، برای ذهنهای شما و به تمام هموطن ها که بشینه فکر کنه نسبت همین قضیه که آیا چیگونه برای خودشون اجازت میتین همین چیزه در ساخت دولتداری، در ساخت سیاست، سیاست هم یا افلاس کردن، سیاست هم آلوده کردن، سیاست هم رسوا کردن، پرتفتن. خب دوستان عزیز، این بود برنامه صدای مردم و اظهار سپاس به تمام شما دوستان و عزیزان هموطنان که برای ما تماس گرفتین، فکر و اندیشه و پیش خطا نگفتین، و عذرخواهی میکنیم از هموطنانی که در رفت برنامه برای ما زنگ زدن نتونستن پیوست شده، زیرا که خب مرام که بفهمین این زمان بسیار ما خوشحال هستیم که هزارها هموطنان برای ما تماس میگیرند. بیرون از برنامه ما صحبت ها داریم، روزها اگر وقتهای خالیگی با هموطنان صحبت میکنیم، فکر و اندیشه هاشون میگیریم، و ما عذرخواهی میکنیم اگر نتونستیم پیوست کرده. و ما صحبت کردیم امروز در قضیه خواب آبرو کردن یا اینکه سنگ زدن به بالای مردم تاجیکستان و اصل مشکلات و اصل قضیه که است
و نقطه دیوم اون به ترتیبی، اون به اخلی، به فراستی، به فرهنگی یک گروه از بخیردان، یک گروه از نفرهایی که جمع شده بودند و البته که همگینه چون بعضی ها را مجبور بودند و بخیردی و بفرهنگی خود کمیته هایی که این شرمندگی را تشکیل کردن رفتن در نزد دفتری سازمان امنیت همکاری های اروپا و در نزد سازمان ملل متحد نشستن و سنگ زدن و شته زدن و داد گفتن و فیغان گفتن. این در این موضوع صحبت کردیم دوستان عزیز و اگر برای کسی سخت گفتیم ناراحت شده باشند عذرخواهی میکنیم. تا برنامه های دیگری صدای مردم شما را به خدا میسپاریم و تمام هموطنانی که بازو دارین و دعوای تاجیک بدن و تاجیکستانی میکنین حاضی هم امکانیت دارین همون قضیه که آخرین قضیه که در روسیه رخ داد بشینین فکر کنین و خدا نگهبان ما و شما باشد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.